خیلی خوش اومدید، خوشحالم که همینطور تعدادمون داره زیادتر میشه. برای دوستایی که تازه اومدن یه توضیح کوچولوی دیگه بدم که همونطور که قول دادیم امروز میخوایم با مهداد زند صحبت کنیم، از آهنگسازان، تنظیم کننده، ترانه‌سرا و بهترین های مارکت موسیقی ایرانی که با خواننده های خیلی بزرگ و درجه یک همکاری داشتن و واقعا هر کاری که ساختن کارای هیت بوده و ما خیلی با کارایشون خاطره داریم. خوشحالم که همتون به ما ملحق شدید و این برنامه رو میبینید. مرسی، تشکر میکنم از همتون. امیدوارم که یه برنامه خوبی رو داشته باشیم برای شما و اگر سوالی دارید میتونید بنویسید برای من بذارید، من حتما از مهدا جان میپرسم. دوستای عزیزی هم که به من دایرکت دادن سوالاتشون رو همه رو یادداشت کردم، همه رو میپرسم و دوست دارم که امروز یه گفتگوی متفاوت با مهداد عزیز داشته باشیم. مهداد عزیز همونطور که میدونید از خانواده بزرگ و هنرمند شب‌پره هست، خواهرزاده شهرام و شهبال عزیز و حالا منتظر میمونیم که یه مقدار تعدادمون زیادتر بشه، مهداد جانم بیاریم و بیشتر باش گپ بزنیم. مرسی از انرژی همتون، مرسی مرسی. به هر حال من اولین بارم این کار انجام میدم دیگه، اگر کم و کاستی بود به بزرگی خودتون ببخشید. سلام سلام سلام، خیلی خوش اومدید، خیلی خوشحالم دوستای خوبم رو میبینم توی اینجا و امیدوارم که تا آخر برنامه ما رو همراهی کنی. سلام 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 پدر عزیزم، خوش اومدی، مرسی که همراه ما هستید. مرسی سروش جان. بله آقای مهداد زندم تشریف آوردن و به ما ملحق شدن. مهداد جان سلام، من منتظرم یه کوچولو دیگه بچه‌ها به ما اضافه شن که گفتگومون رو شروع کنیم. خب برای دوستایی که تازه به ما ملحق شدن یه دور دیگه توضیح میدم که آقای مهداد زند کریمی، خواهرزاده آقای شهبال و شهرام شب‌پره، از خانواده هنرمند شب‌پره و ترانه‌سرا، آهنگساز و تنظیم کننده به نام مارکت موسیقی ایرانی ما هستند که با خیلی از خواننده‌های بزرگ و درجه یک همکاری داشتن، برای ما کارهای بسیار بسیار زیبا و خاطر انگیزی خلق کردن و من این افتخار رو دارم که امروز به نمایندگی از شما و رفقای نوازنده خودم و طرفداران مهداد جان امروز با ایشون یه گپ و گفتی داشته باشیم و امیدوارم که گفتگوی خیلی متفاوتی باشه. سلام، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. خب فکر میکنم دیگه الان وقتش باشه که ما یواش یواش گفتگومون رو شروع کنیم. من مهداد عزیز رو میارم روی خط. به به، سلام مهداد عزیزم. سلام آرمان جان، حالت چطوره؟ مرسی، خیلی خوشحالم که میبینمت. مرسی که دعوت منو پذیرفتی و بسیار باعث افتخار منه که باهاتون صحبت میکنم. اگه سلامی هست بفرم. قربان تو، اولا سلام به تمام دوستان و تمام کسایی که علاقه دارن به کارهای موسیقی و نوازش کیبورد و تنظیم و اینا، انشالله که همیشه خوب و خوش و سرحال باشن. خیلی ممنون از این اینترودکشنی که کردی، معرفی که کردی و خیلی خوشحالم که شما جوونا هنوز به این موسیقی ما پیرمردا علاقه دارین. این خیلی واسه من مهمه و خیلی ممنون که دعوت کردی چند کلمه با هم صحبت بکنیم. خواهش میکنم. اولا که باعث افتخار منه، دوما که شما هنوز هم توی دل ما همچنان جوان هستی، هم خودت هم کارات، و اینکه من دوست دارم، میدونی که مهداد جان، من به نمایندگی از خیلی از بچه های نوازنده و خیلی از طرفداران شما برای اولین بار فکر میکنم شما داری با یک نوازنده گفتگو میکنی که معروفم نیست، و ولی به هر حال این بزرگی رو کردی در حق ما.
خیلی خواهش میکنم. دوستان نوازنده، دوستان هنرمند ما در داخل کشور که متوجه شدن ما با هم دیگه گفتگو داریم، خیلی بر من سوال فرستادن، خیلی چی میگم قدرت دادن به من که بیام باهاتون صحبت کنم و من یه سری از سوالاتشون رو یادداشت کردم، حتما میپرسم از شما و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و بچه هم لذت ببرن انشالله. مرسی بعدا جان. من دوست دارم گفتگوی ما یه مقداری متفاوت باشه به نسبت گفتگوهای قبلی که شما داشتی. خب همیشه شما راجع به موسیقی صحبت کردی، همیشه راجع به مشکلات و بالا پایینایی که تو جامعه موسیقی بوده، تو آهنگا بوده، تو صدای خواننده ها بوده و یا هر چیز دیگه. ما امروز میخوایم راجع به خود مهداد زنده کریمی صحبت کنیم. جای خطرناک داری میری. که دوستان طرفدار شما که خیلی هم زیادن بیشتر با شما آشنا بشن، البته که خب خیلی ها با شما آشنا هستن، ولی خب خیلی ها سوال میپرسیدن و سوالات جالبی هم بود برای خود من که خب من این سوالات رو یکی یکی مطرح کنم. بفرمایید. اگه شما اجازه بدید شروع کنیم. بفرمایید، اجازه ما دست شماست. مهداد جان، خیلی از بچه ها پرسیدن که اصلا چی شد که مهداد زنده کریمی وارد دنیای موسیقی شد، وارد دنیای هنر شد. البته اینو من داخل پرانتز به دوستان بگم که خب مهداد جان از خانواده بسیار هنرمند، در یک خانواده بسیار هنرمند به دنیا اومده، از پدر بزرگشون، دایی ها، مادرتون، حتی مادر بزرگ همه هنرمند هستن. دوست دارم که برامون تعریف کنی اصلا چی شد که وارد دنیای موسیقی شدی مهداد جان. والا اتفاقی بود آرمان عزیز، این کلن اتفاقی بود. من یه سری آهنگ و شعر و اینا داشتم زمان بچگی، می ساختم اینا رو. بعد که اومدم لس آنجلس می‌خواستم اینا رو بدم خواننده‌ها بخونن. ده. اولش کلی مسخره کردم، خیلی از خواننده‌ها مسخره کردن متلک و برنامه و این چیزا، چون خب من نیست که با اون موقعی که اومده بودم آمریکا خونه شهرام بودم و خیلی از این خواننده‌ها رفت و آمد داشتن، بالاخره اینا همه با هم دیگه رفت و آمد داشتن دیگه، اینا می اومدن و ما بهشون میگفتیم مثلا یه همچی چیزی هست و اینا، که محل که نمیدادن و بعضیاشون هم میگفتن خب اگه خوبه چرا دایید نمیخونه. این یه مسئله شده بود واسه ما که اگه خوبه چرا به دایید نمیده. هی من اون موقع من که اومده بودم آمریکا تمام آهنگای من یواش بود، آهنگایی که من از انگلیس آورده بودم به غیر از دو تا کار که همین دل ای دل بود و این نازنین، این تمام آهنگای من آهنگای سلو بود. من اصلا آهنگساز سلو هستم، من زیاد تو چیزش ریتم و اینا نیستم، ولی خب مجبوری. حالا بعد هیچی دیگه، بعد یه دوستی ما داشتیم به نام موری که اولین کاست من برای زدم، من دو تا آهنگ به این داده بودم، گفتیم بریم اینو بدیم تنظیم کنن به یه نفری. رفتیم به این دوستان عزیزمون که اون موقع خب خیلی زیادم بودن، همشون هم به اصطلاح از ایران اومده بودن دیگه، آقایون چشمازر و نحوی و فلان و اینا، آدمایی که واقعا پروفشنال بودن. اینا معاملمون نشد که آهنگای ما رو تنظیم کنن. خلاصه رفتیم، موری رفت یه نفری رو پیدا کرد توی گاراژی، یه آمریکایی ما رو برد تو این گاراژه، برد تو این گاراژه و بعد دیدیم چقدر این کیبورد چیده، من در حدود مثلا 30-40 تا کیبورد و مغز کیبورد و این چیزا چیده بود با کامپیوتر، رو گفتش که من این آهنگ شما رو تنظیم میکنم. ما این آهنگ رو دادیم به اینو، خلاصه یه نیم ساعتی هم به ما توضیح داد که اینا چجوری کار میکنه. خب من چون که برنامه ریزی ربات خونده بودم و برنامه ریزی کامپیوتر خونده بودم، یه ذره حالی میشد که این چی داره میگه. میدی رو توضیح داد و اینا، ما در اومدیم بیرون. از درک اومدیم بیرون، موری گفت خب تو که این کیبورد رو بلدی بزنی، این کامپیوتر هم که بلدی، بیا بریم همین الان دستگاه بخریم، اصلا مهنت اینا رو هم نکش، خودت بشین تنظیم کن. ما رفتیم دستگاه خریدیم، رفتیم خونه، 3 ماه طول کشید. من اولین آهنگی که اسمش کلام عشق بود، شعر آهنگش هم مال خودم بود، اینو تنظیم کردم. و بعد سال 1988 بود، اوایل سال 1988، 32 سال پیش،
اینو ما درست کردیم و بعد دیگه این نواره که در اومد هی اومدن گفتن اینو به ما بده، اونو به ما بده، تنظیم کن و فلان اینا، اومدیم تو کار. ولی خب از نظر موسیقی هم شهبال من آورد تو بلک کتس. من اکتبر 87 اومدم آمریکا، 33 سال پیش تقریبا. بعد دیگه هیچی دیگه، ما هم شروع کردیم کار کردن. من نمیخواستم که این کاره، من این کاره نیستم که، آخه من اصلا درسم یه چیز دیگه بود. این همه جوری شوخی شوخی به عنوان تفننی بود. این بود که ما اینجوری رفتیم تو کار تنظیم و آهنگسازی و اینا. ولی خب به هر حال شما خالق بسیاری از آهنگ‌های جاودانه و خاطره ساز ما هستید. و من یه نکته دیگه رو که بگم، شما فکر میکنم این چیزی که من تو این مدت دارم توی مارکت میبینم، شما تنها کسی هستی که هم ترانه گفتی، هم آهنگ ساختی و هم تنظیم کردی. من تا حالا کسی، اگر که من اشتباه میکنم به من بگید، من تا حالا کسی رو ندیدم که این پروداکشن مجموعه رو با همدیگه داشته باشه، اونم تو چندین کار مختلف هیت که همشون یکی از یکی زیباتر و یکی از یکی قشنگتر بود. میخوام یه ذره راجع به این داستان مهدا جان برامون بگی که اصلا اون دوران لس آنجلس که شما تازه اومده بودی و اصلا چجوری بود، جف چجوری بود، کار به چه صورت بود؟ کار چی؟ از نظر آهنگسازی؟ از نظر آره، از نظر موسیقی، از نظر آهنگسازی. اون موقعی که شما تازه استارت زده بودی به کار، برای خیلی از دوستای من که مثل خود من تازه از ایران اومدیم بیرون و یا خیلی از دوستان من که دوست دارن بیان از ایران بیرون، خب منم تقریبا حدود یک سال و سه ماهه که از ایران اومدم و الان کانادا هستم، خیلی دوست داریم بدونیم که در ابتدای کار اصلا چی شد برای شما، چه اتفاقایی افتاد، چطور شد که این آهنگ ها اینطوری خلق شد و پخش شد و اصلا مردم رو، نظر مردم رو جلب کرد. اول من اون سوال قبلی تو جواب بدم راجع به اینکه کسانی که آهنگ و شعر رو تنظیم میسازن، ببین چند نفر هستن که این کارو میکنن ولی برای خودشون میکنن، یعنی به عنوان تنظیم کننده اینا به حساب نمیان. مثلا یه کسی شعر آهنگ خودش رو میسازه، مال خودش هم تنظیم میکنه، ولی مثلا یه آهنگساز دیگه نمیاد به این شعر بده، آهنگ بده، بگه تو تنظیم کن. کارهای خودشونو میکنن. چند تا از جوانای دیگه هم هستن تو لس آنجلس که اینا کارهای خودشونو میکنن، ولی من به تنهایی مثلا به من آهنگ میدادن میگفتن شعر بذار، آهنگ میدادن میگفتن تنظیم بکن. اونم کسایی مثلا مثل آقای شمعی‌زاده، مثل آقای پازوکی، مثل شهرام، کسایی که تجربه دارن. وگرنه کسای دیگه هستن خودشون میخونن، خودشون میزنن، خودشون میرقصن، خودشون کار همه کارا رو میکنن. این تفاوت کار من با اونا این بود. ولی از نظر اون موقع اومدن تو کار آرمان جان خیلی سخت بود، به خاطر اینکه اون موقع این برنامه های کامپیوتر به این صورتی که الان هست که شما بتونید توی خونتون آدیو ضبط کنید و بذارید بشنوید که این آرانجمان شما چی عذاب در میاد، عملی نبود. در نتیجه این سکرین من رفت چیز، در نتیجه شما مجبور بودی که نوتای این کارا رو بنویسی یا بری توی استودیو شروع کنی همه این سازا رو با کیبورد زدن که متوجه بشی که این تنظیم چجوریه. اون زمان کسی به غیر از این کسایی که معروف هستن، مثل آقای چشمازر، مثل آقای قادری، مثل آقای نوید نحوی، آقای احمد پژمان، خدا رحمتش کنه، آندرانیک، اینا بزرگا بودن، اینا قول پیکرن تو این بیزنس، اصلا با ماها قابل مقایسه نیستن. این آدما تو کار بودن و اکثر کارها رو یه مدت فقط نوید میگرفت یا منوچهر چشمازر میگرفت و آندرانی. این سه نفر تاپ اینجا بودن اون موقع. ولی خیلی باید جالب باشه اون موقع تو اون شرایط مارکت با این افراد. خب میدونی که الان خیلی جب فرق کرده نسبت به اون موقع، همینطور که میگه همه چیز کامپیوتری شده. بله. خیلی هم متنوع تر شده به نظر من. حالا شاید این تنوع بعضی وقتا خیلی خوبه، بعضی وقتا هم زیاد خوب نیست، ولی اون موقعی که خب شما تو مارکت بودید و با این افراد کارهای این افراد رو میدیدید و در اون زمان کار میساختید، مطمئنا خیلی متفاوت بوده نسبت به الان. های خاطره ای چیزی دارید برای ما که تعریف کنید از اون دوران؟ چون مطمئنا خیلی از بچه ها هنوز تجسمی از اون دوران ندارن و خیلی براشون جالبه که بدونن اون دوران چطور گذشت.
بله، اون دوران اولا که ورود به این کار خیلی سخت بود، رات نمیدادم، میگم من آهنگ آوردم اینا تنظیم نمیخواستم بکنم، برای اینکه انقدرم سرشون شلوغ بود، سه تا چهار تا تنظیم کننده که بیشتر نبود. من که اومدم تو کار گفتم خب من چی کار بکنم که بتونم کار بگیرم، چون یه بچه 22 ساله بودم اون موقع، من چیزی هم حالیم نبود، هنوزم حالیم نیست، حالا من باید با کی اینجا رقابت کنم، با یه آدمی مثلا استادی مثلا ملچر چشمازن. خب گفتم چی کار کنم، من اومدم یه چیز جدیدی درست کردم. من کاری که کردم، سبک من سبک اونا هم هست، یه مقدار از آقای نجوکی هست، یه مقدار از آقای چشمازر هست، یه مقدار از شهرام هست، همه اینا قاطیه، ولی یه چیزی هم من اضافه کردم به اون چیزی که اینها داشتن، برای همین شد یه چیز جدید. یه استایل منحصر به فرد شد. آره دیگه، یه استایل مال خودم شد. بعدم یه حالت نوعی بود، به خاطر اینکه خب جوان بودم و کامپیوتر رو بردم وصل کردم، ساندار یه ذره من هیچکی روی ساند تمرکز نمی کرد، چون اینا همه عادت کرده بودن که خب ویالون بنویسن، سازبادی بنویسن، این چیزها رو بنویسن. خب من اومدم ساندها رو عوض کردم، من از شروع کردم از ساندهای کیبورد استفاده کردم، به جای که بیام از ساندهای طبیعی استفاده کنم. خب این یه مقدار موزیک رو عوض کرد به اون طرف، چون اینا هیچ کدوم، الان یه مثال برات بگم، خدا رحمتش کنه، ساعت 3 بعد نصف شب بود، این پیجر من اون موقع پیجر بود، تلفن دستی نبود ها، این پیجر من زنگ زد، بوق زد، دیدم که شماره استودیوه، 3 بعد نصف شب تلفن زدم گفتم چی شده، آتیش گرفته فلان، دیدم که خدا رحمتش کنه آندرانیک اونجا بود. اون موقع تازه این DX7-2 در اومده بود. خب گفتش که دستم به دامنت، من الان اینجا موندم، میخوام این کیبورد رو پرده کنم، DX7 و این مهندسه بلد نیست، ما هم بلد نیستیم، هم موندم. خلاصه 3 بعد نصف شب من دارم از پای تلفن به اینا اینستراکشن میدادم که این دکمه رو بزنیم. اولا خودم هم که از حفظ نبودم، DX7 خودم آوردم روشن کردم، دونه دونه این دکمه رو زدم تا آخر سر تونست اینو رو پرده کنه که سازشو بزنه. این چیزام بود، این برنامه هم بود دیگه. خب الانم من خودم تو این سیچویشن هم، الان این بچه های جوان خب خیلی از من بهتر بلدن این چیزها رو وصل کردن و لوپ وصل کردن و این چیزها، من که بلد نیستم که، ولی خب حالا داریم یاد میگیم. اون موقع تازه که... فکر میکنم همه چیز داشت سیستمی میشد، میدونی، یعنی از حالت سنتی داشت میومد بیرون، فکر میکنم توی اون دورانی که الان شما داری برای ما تعریف میکنی، تازه فکر میکنم از اون تلفیق صداها تازه داشت شروع میشد، اون ساخت ریتم های جدید تازه داشت شروع میشد. بله متوجهم کاملا. اینجوری بود، اینه که اون زمان یه چیز به اصطلاح تازه‌ای بود استفاده از کامپیوتر، و کامپیوتر رو اون موقع فقط ما به عنوان ضبط میدی استفاده میکردیم، شما آدیو نمیتونستی توش استفاده کنی. این که دارم برای شما میگم مال 1988ه، سال 93-94 یه دیجیتال پرفورمر در اومد، سافتور دیجیتال پرفورمر، که با این دیجیتال پرفورمر شما میتونستی یه مقدار آدیو ضبط کنی، و بعد پروتولز اومد. پروتولز اون موقع اومد، بعد شما میتونستی اون کارهایی که مثلا میخوای میکس کنی تو پروتول ادیت کنی، به جای که بذاری تو تیپ ادیت کنی غلط و غلوط در بیاد، کج و کوله بشه، توجه میکنی؟ خیلی خیلی سخت بود. من اون توی بعضی از این لایوان بعضی وقتا میگم، مثلا ما وقتی میخواستیم میکس کنیم فقط 2 ساعت سیم کشیش طول میکشید که هر ترک رو باس بکنی، بهش یه دونه افکت بدی، این چیزها رو همه رو وصل کنی، یه ترک مثلا 4 تا افکت مختلف بهش میدادن، میدونی؟ بله. اینه که سخت بود، سخت بود، ولی خب خوبیش این بود که شما بیسیک رو از پایه یاد میگیری. وقتی از پایه یاد میگیری، یه موقع برقت هم بره کارتو میتونی انجام بدی. دقیقا. این فرقش اینه. دقیقاً. اینجوری دورانی بود که از همه چیز داشت از حالت آنالوگ به دیجیتال تبدیل میشد. الان دیگه حالا هر کی اشتباهی هم بکنه یا رکورد کنه میتونه با یه دکمه قشنگ دیلیت کنه دوباره این کار رو انجام بده. بله. اینجوریه دیگه. درسته. حالا با توجه به این، به یه سوال خیلی تکراری همه بچه‌ها پرسیدن، من جوابشو میدونم. منتها میدونم برای شما خیلی تکراریه، ولی خب خیلی مشتاقن که جواب این سوال بدن.
همه پرسیدن که مهداد زن چرا بعد از ساخت این همه آثار طلایی، این همه آثار خاطر انگیز، یهو خدافظی کرد و رفت؟ چرا رفتم؟ آرمان جون، این خیلی دلایل داشت، دلیل های بسیار زیادی داشت، ولی خب چند تا اصلی هاش این بود که اولا که آینده ای من توی این کار موسیقی برای یک تنظیم کننده، آهنگساز و ترانه سرا ندیدم. یعنی نگاه کردم دیدم بهترین های ما الان چجوری دارن زندگی میکنن و من که تازه هیچی نبودم، اگر به حد اونا میرسیدم، اگر میشدم چه میدونم آقای چشمازر، اگر میشدم آقای نجوکی، بعد من به کجا میرسیدم؟ دیدم این به کار من نمیخوره. دوم اینکه محیط کاری که توش هست، من جزو این محیط کاری نمیتونستم برم به خاطر اینکه سیستمشون اینا فرق میکرد با سیستم من، از نظر اخلاقی، از نظر تایمی، از نظر این چیزها. بعدم دیگه وقتی که من اومدم خب اینا رو درست کردم، یه سری از بچه هم شروع کردن کپی کردن این کارهای من رو میکردن، یه جوری که مثلا شما وقتی گوش میدی بعضی بچه ها به من میفرستن میگن این تنظیم تو، میگم نه. خب کاربون کپی میذاشتن، کپی میکردن، گفتم خب اینا بذار کپی کنن، بذار بره. بعدم من یه جوری هم که با همه کس نمیتونم کار کنم، میدونی یه کسی که مثلا دیر بخواد بیاد و نمیدونم بدقولی کنه و این چیزا، این نمیشه. همه چیز باید مرتب و آن تایم باشه. آره دیگه، برای اینکه ببین من به خصوص یه کار دیگه داشتم و اگر من میخواستم مثلا تا 5-6 صبح استودیو اونجا بمونم، بعد چجوری 8 صبح برم سر کار؟ میدونی بعدم اون کارایی که میخواستم انجام بدم کردم دیگه، من چیزی نمیخواستم. اون هدف من این بود که دو تا سه تا آهنگ درست بکنم ببینم چه جوریه. کنجکاوی بود دلیبا. این نبود که چون من دنبال نمیدونم شهرت و این چیزا که نبودم. میبینی تو تمام این کاست ها، تمام این آلبوم ها، خیلی کم اسم فامیل من هست، من اصلا نمیذاشتم بزنن. آره این خیلی جالبه، اینم خیلی پرسیدن که چرا؟ خب دیگه من اصلا نمیخواستم. ببین اون موقع اسم من تک بود، الان زیاد شده. اون موقع یه دونه مهداد بود تو کار موسیقی، بعد اینها چند تا از این کاستاری که میبینی اسم من توش هست، اینا رو خود شرکت ها برشتن زدن، خود شرکت ها فامیل منو میدونستن اون تو زدن، وگرنه من اون کاستایی که خودم تهیه کردم، مثل مال نوشافرین، مثل مال طوفان، مثل مال شهرام، اینا مثل لیلا، اینا همش نوشته مهداد توش، هیچ کدومش فامیل من توش نیست. هیچ مصاحبه ای هم نرفتم به غیر از یه دونه جوانان، چون حوصله این چیزا رو نداشتم. من چی بیام آخه بگم؟ دوتا آهنگ ساختم، دنگل و دینگل، این زیاد به نظر من چیز مهمی نیست. کمر قول رو نشکن یه کاری کردی، ولی خب خیلی ها فکر میکنن دوتا رینگری دینگیر زدن مثلا دنیا رو گرفتن. من خب اینجوری فکر نمیکنم، شاید اشتباه بکنم. نه اتفاقا درسته به نظر من، به خاطر اینکه ما الان نسل من که میشینیم کارهای شما رو گوش میدیم، ماهایی که هنوز تازه کاریم، وقتی گوش میدیم میبینیم این کار چه فونداسیون قویی داره، چه خب من خیلی از کارهای شما رو نشستم زدم، البته جسارت کردم، ولی دوست داشتم که مردم بدونن این کار مال کیه. ولی وقتی میشینی گوش میدی به کارهای شما، میبینی که چه ترکیب صدایی در اون دوران، حتی هنوزم من ندیدم کسی بتونه با همین، مطمئنن اون صداها اون موقع صداهای خود سازها بوده که شما با هم دیگه، یعنی این ذوق و این ایده از فکر میومده، نه اینکه الان. خب خیلی از دوستای من صداهای آماده تهیه میکنن، میگن ما بهترین VSTA رو گرفتیم و صدا نزدیک به اون صداست، ولی شما کاری که میکردید این بود که از همین صداها برای خلق یه صدای جدید استفاده میکردید. یعنی اینطوری نبود که برید از یه صدایی رو تهیه کنید بیاید. حالا شاید هم خوبیش مال اون دوران بود که این چیزها آماده نبود و باز مردم رو، هنرمند رو سوق میداد به اینکه شما برید دنبال خلق کردن یه ریتم جدید. یا وقتی ریتمای تنظیم‌های شما رو من گوش میدم، الان خیلی از بچه‌ها این دکمه کیبورد رو میزنن و شروع میکنن به ساز زدن،
ولی وقتی ریتمای شما رو گوش میدم میبینم که شما از تمام کیت های پرکاشنی که توی کیبورد های اون دوران بوده، که من یه دونه رولندش رو الان دارم، تمام کیت های پرکاشنی که اون موقع بوده، از صدای شیکر، از صدا، خب اینا دقت میخواد گوش دادن. بله. ولی من وقتی گوش میدم میبینم شما از خیلی از اینا با یه ذوق و خلاقیت خاصی استفاده کردی. واقعا این مدلی نبوده که یه ریتمی رو روشن کنید و آی همه برید تو استودیو. خیلی از دوستان من این رو نمیدونن یا نه. حالا خیلی مونده تا این چیزها رو متوجه بشن، ولی این داستان خیلی برای من جالبه. حالا مهداد زنده کریمی اگه برگرده دوباره به اون دوران، باز هم خداحافظی میکنه یه مدتی یا نه؟ ببین این دوره‌ای که من شروع کردم آرمان جان، اول بذار این چیزی که گفتی من تمومش کنم مبحث رو، دلیلش رو به شما بگم. ببین ما دو نوع تنظیم کننده داشتیم، که یعنی دو نوع تنظیم کننده تو استودیو کار ضبط میکردن. یه نوش مثل من بود که من تمام سازها رو میدیش رو توی کامپیوتر میزدم، وقتی که میرفتم تو استودیو دست به ساز نمیزدم مگر اینکه یه چیزی رو بخوام عوض کنم. تمام مدتی که من تو استودیو استفاده میکردم 4 ساعت معمولا ضبط من طول میکشید که دامپ کنیم از کامپیوتر. تمام این 4 ساعت مشغول بودم به تعیین صدا، انتخاب صدا. به خاطر اینه که این صداها یه ذره با کسای دیگه فرق میکنه، چون من میخواستم فرق کنه. یه سری تنظیم کننده بودن نوتشو مینوشتن میرفتن تو استودیو، اون 4 ساعت رو صرف زدن اون پاساژا و اون به اصطلاح ترک ها میکردن. میرفت اونجا مثلا میگفتش که آقا یه دونه ساده باس بده، یه باس بهش میداد اینه میزد اون میشد همون. من مثلا ممکن بود 3 تا 4 تا باس رو با هم قاطی کنم، برم اونجا ملودی ها رو مثلا چند تا ساز رو با هم قاطی کنم، این کار بشه. این از اون. از نظر دوره جدید ببین این سیستمی که الان پیاده شده توی کار موسیقی و اینا، هنوز ما به جایی نرسیدیم که بتونه یه کسی زندگی کنه از راه آهنگسازی و شاعری و اینا، به خاطر اینکه همه مردم دانلود میکنن، پولی توش نیست، هیچ چیزی توش نیست، یعنی شما نمیتونی پول در بیاری. خواننده هم که پول نمیدن برای آهنگ. من این کاری رو که دارم الان میکنم یه کار به اصطلاح تفننی دارم میکنم، واسه خودم دارم میکنم و واسه یه سری از جوانایی که توی دوره ولست میکنیم. بله هست. چند تا از اینا هم، چند تا از این خواننده هم هستن که من باشون کار نکرده بودم قبلا، یا کار کرده بودم، یا دوستای من هستن. 3-4 نفر هستن که من دارم با اینا یه آهنگ کار میکنم. 10 تا آهنگ گشته بودم کنار برای 10 تا خواننده قدیمی، 10 تا آهنگم برای خواننده های جدید. بیشتر از این دیگه فکر نمی کنم کار کنم. اینو من از حالا بگم که بعد ما خیلی دوست داریم که کارهای بیشتری از شما ببینیم. خب اگه وقت باشه می کنم. ببین من الان یه اشکال دیگه هم پیدا کردم. ببین مسئله فقط تنظیم آهنگ نیست الان. مسئله الان من باید تمام این سیستم رو یاد بگیرم. میدونی این چیز آسونی نیست. تو اگه بخوای اینا رو یاد بگیری، برای یه سری از شما من دیدم بچه‌ها که کیبورد میزنن، من بعضی وقتا فکر میکنم اینا کمک خلبانن، چون دائما دارن دگمه میزنن، هی دینگ دینگ دینگ. اینی که تو هواپیما نشستی، این دست این داره کیبورد میزنه، این دست هم داره دگمه میزنه، انگار که هواپیما دارن سوار میشن. میدونی خب این چیزا رو که من بلد نیستم، که من دارم خیلی رو راست به شما میگم، من تا اینا رو بخوام یاد بگیرم خود ممکنه بشه 20 سال طول بکشه. حالا ریز ریز دارم کار میکنم دیگه، برای همین حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه. فعلا یه چند تا کار بدیم بیرون ببینیم دوستان چه جوری فکر میکنن. قطعاً خیلی خوب خواهد بود و همه ما لذت میبریم و بی‌صبر منتظر. من میدونم که شما یه گروهی دارید به نام ریموت ملودیز، اگه اشتباه نکنم. بله. دوست دارید یه مقدار راجع به این گروه ریموت ملودیز برای رفقای من صحبت کنید؟ بله بله. ببین این یه گروه متغیره که من یه اسمی رو انتخاب کردم، چون که این ملودی هایی که من میفرستم این دوستان میکنن از راه دوره، ریموت دیگه. بله. اسمشو گذاشتم مهداد ریموت ملودیز. کسایی که دوست دارن، جوانایی که دوست دارن بیان با ما کار بکنن،
در تمام دنیا، سراسر دنیا میتونن با ما کار بکنن. من این فرصت رو میخوام بدم چون میدونم همه بچه ها نمیتونن بیان تو. کسایی هستن کاراشون خوبه، نمیتونن بیان وارد مارکت بشن. به قول خودشون میگن مافیا داریم، نمیدونم چی داریم اینا. خب اینا که هر کسی که دلش بخواد میتونه بیاد کار کنه با ما، آهنگ بخونه، میتونه شعر بده، میتونه تنظیم بکنه، میتونه آهنگ بسازه، هر چی. من میخوام یه کاری رو شروع بکنم بعدم خودم برم کنار ازش. من قرار نیست که به 50 سال بمونم این کارو بکنم. یکی دو سال اینو استارت شو بزنیم. کسایی مثل خود شما که این کار هستی، تنظیم میکنی، نمیدونم میتونیم اینا، شما بیاید اینو تیک اوور کنین، این کارو فالو کنین، کمک کنید به کسایی که دور و بر، جوانایی که دور و بر دنیا هستن، کمکشون بکنید. حالا تو اینا آهنگا بعضیش ممکنه بگیره، ممکنه نگیره. ببین کار خیلی سختیه. شما بیا یه کاری بسازی برای یه خواننده‌ای که هیچکی نمیشناسه، بعد بذاری بیرون. کسی جرأت این کارو کردن رو نداره مجانی بخواد این کارو بکنه. حتی بزرگاش هم نداره. خیلی خوبه که شما دارید این فرصت رو میدید. میدونید یعنی به هر حال همه اینا زیر برند شماست و با افتخار، چرا که نه، باعث افتخار من و خیلی از دوستان منه که بیان وارد این سیستم بشن و از این سیستم بتونن خودشون رو معرفی بکنن، کارشون رو معرفی بکنن. و چرا که نه، اتفاقا به نظر من اگر کسی کار خودش رو خوب بلد باشه میتونه شانس خودش رو امتحان بکنه. و به نظر من در هنر، حالا هر هنری، هر کسی، این عقیده شخصی من، یک بار میتونه شانس خودش رو امتحان کنه. و هنر چیزیه که به نظر من هنرمند کسیه که بتونه مخاطب جذب کنه. حالا قرار نیست که همه از اون هنر خوششون بیاد، سلیقه‌ای کاملا، ولی کسی که به نظر من بتونه مخاطب جذب کنه هنرمند. چون اگر هنرش نتونه کسی رو جذب کنه، خب حتما در اون حد نبوده. ولی چرا که نه، خیلی عالیه، بسیار به ایده و بسیار فرصت خیلی خوبه. خب بچه ها چطور میتونن باهاتون همکاری کنن؟ ببین الان ما تو فاز اول این هستیم، چون که خیلی ها نمیخوان مجانی کار بکنن. خب ما الان تو فاز اول هستیم که من کاری که کردم، این سکرین منه خاموش میشه، من کاری که کردم خودم دارم دو سه تا آهنگو تمومش میکنم که بچه ها بخونن. نحوهی که میتونن با ما کار کنن اینه که اونایی که میخوان خواننده بشن، یه دونه کلیپ بدون موسیقی، بدون افکت، یه کلیپ ویدیو، دو تا آهنگ یا یه آهنگ شاد برای ما بخونن بفرستن. این خیلی خیلی ساده است. حالا من اینو که گفتم هی به من تکس میکنه، آقا میشه آهنگ یواش بخونیم؟ آقا میشه کلیپ نباشه؟ آقا میشه با موزیک بزنیم؟ نه، این خیلی ساده است. آقا جان یه دونه کلیپ بذارید همینجوری که ما تلفن گذاشتیم جلومون، یه دونه آهنگ بخونین، آهنگ شاد بفرستین بیاد ببینیم شما چیکارین، قیافتون هم معلوم باشه. همین. این از اون. کسایی که میخوان کارهای دیگه بکنن، الان توی این سیچویشنی که ما هستیم، این فازه که تموم بشه، بعد ما شروع میکنیم کمک گرفتن از تنظیم کننده ها، آهنگسازا، این چیزا. برای اینکه همش که نباید من باشم، که باید سلیقه های مختلف باشه توی این کار. اونتاش اینایی که توی این گروه ریموت ملودی هستن، هر جا که هستن، هر جای دنیا هستن، میتونن از اون اسم استفاده بکنن، میتونن از اون اسم استفاده کنن، به شرط که رپرتوار دیگه نرن مثلا اون چیزای هچبیاتو بخونن. یعنی یه اون حالت چیز حرمتی که ما میخوایم درست کنیم نگرده. دقیقا اون استایل حفظ بشه. بله استایل حفظ بشه. الان یکی از دوستای ما تو استرالیا هست، نوید، داره تنظیم میکنه، یه کار برای ما تنظیم کرده، خیلی هم خوب از قبل در اومده. خب اینا رو بعد ما ریز ریز هی درست کنیم بدیم بیرون دیگه. منم یه نفری سخته واسم. دقیقا یه حالتی باشه که شما فقط منیجمنت کنید، یه مدیریتی داشته باشید روی داستان، و خیلی هم خوبه، خیلی خوبه. و یه چیز دیگه که خیلی برای من جالبه اینه که من از اولین روزی که با شما آشنا شدم، یه شما خیلی نمیدونم چجوری این رو بگم، ولی من با کم و بیش با تنظیم کننده های
خارج از ایران، خب در تماس بودم باهاشون، هم کلام هم شدم تلفنی بعضی وقتا، یا رو استیج بودیم، حالا یه گیری بوده زنگ زدیم و سوال پرسیدیم. همه یه غرور خاصی دارم مهداد جان، یه دیوار میذارم بین خودت و خودشون، به واسطه حالا حتی اگر شده بینشون بوده که یارو یه آهنگ هیت داشته ولی یه جوری صحبت میکرده که خیلی عجیب و غریب بوده و خیلی هاشون رو شما میشناسی مطمئنا. ولی شما همیشه هم خیلی روراست و خاکی صحبت کردی با ما همیشه، و همیشه استقبال کردی از نیروی جوان همیشه. بله. و من واقعا ازت ممنونم به خاطر این ارتباطی که با مخاطبان خودت داری، که یکیشون خود منم که هم طرفدار شما هم مخاطب شما هم دوست. و میخوام بدم که آیا این داستان همچنان ادامه داره همکاریتون با نسل جوان یا؟ بله، اصلا من واسه این دارم این کارو شروع کردم. ببین ما الان خواننده‌ای که داریم همشون دوروبر 70ن. خب تمام خواننده‌هایی که از ایران میخوندن همشون دوروبر 70ن. خواننده‌هایی هم که اینجا شروع کردن حداقل الان اگه ببین 40 سال اینجا گذشته دیگه، بعد 40 سال اون موقع اگه 20 سالشون بوده 60 سالشونه. موسیقی هر صنعتی اگر نیروی جوان توش نیاد از بین میره. من چیزی که واسم مهمه، حالا برای خیلی ها این مهم نیست، من چیزی که واسم مهمه اینه که موسیقی ایرانی رو ایرانی نگه داریم، کار ترکی نکنیم، کار یونانی نکنیم. اونا به اندازه خودشون برای خودشون مارکت دارن، ما داریم مارکت خودمون رو میکشیم. ما داریم شروع کردیم آهنگ یونانی کپی کردن، آهنگ ترکی کپی کردن، آهنگ ازبکی خوندن. الان ببین بهترین آهنگای ما که در اومده آهنگای خارجی هاست که اسم تو شعر گذاشتیم. از خود ما چیزی نیست تو مارکت. دقیقا. از خود ایرونی چیزی نیست تو مارکت که صدا بده. دقیقا. این خیلی باعث تأسفه. حالا اتفاقا من میخواستم همینو بپرسم، میونه صحبت شما میخواستم بپرسم که آیا سلیقه ها عوض شده یا هنرمندای ما دیگه، البته میدونید چه مرد جان، من یه فکری همیشه دارم راجع به این موضوع و این خیلی من اذیت میکنه. موسیقی الان در مارکت ما، توی مارکتی که ما الان توش هستیم، چه داخل کشور چه خارج از کشور، خیلی پولی شده. بله. قبلا در دوران که شما فعالیت میکردی بزرگان دیگه موسیقی بودن، کارا بیشتر دلی بود، یعنی هر کسی یک کار و خواننده با نوازنده با آهنگساز با ترانه سرا همه با هم یک دل بودن، یعنی دوست داشتن یک کاری بیاد بیرون، هزینه میکردن واسش، ولی هیچ صحبت پولی در کار نبود، یعنی کسی دوست نداشت کسی دیگر رو پول کنه برای پیشرفت زندگی خودش. بله. دوست داشتن یک کار خوب بدن بیرون. حالا بله. نظر شما چیه؟ فکر میکنی چرا اینطوری شده؟ ببین به خاطر ببین قدیما وقتی که این کار انجام میشد خواننده ها که پول از جیبشون نمیدادن، که شرکت ها میدادن، شرکت ها پول میدادن به خواننده نسبت به اون کششی که خواننده داشت. مثلا نوار یکی رو 20,000 دلار پول بودجه میدادن، نوار یکی رو 100,000 دلار بودجه میدادن. خب اینها میرفتن و از این شرکت ها پول میدادن میگرفتن و بعد این شرکت ها نوارا رو میفروختن و یه مقدارم پول اضافه خودشون در میورد. الان دیگه اینجوری نیست، الان شرکتی در کار نیست، سی دی در کار نیست، نواری در کار نیست، همه چی شده دانلود. آهنگو شما درست میکنی همه مجانی دانلود میکنن میره، در نتیجه پولی توش نمیمونه. یک سری از دوستان حریص شدن اومدن تو این کار، حریص شدن. ببین کسی که فقط بخواد به خاطر پول بره توی کاری آخرش باید از کار بذاره کنار. یه خواننده‌ای هست، حالا من اسمشو نمیگم، این اومد تو کار، اولش خیلی خوب کار کرد، بعد شروع کرد حشویات خوندن. یه روز من بهش گفتم که بابا تو چرا اینجوری داری میکنی؟ تو که به این خوبی اومده کارتو درست کردی داری پیش میری، این حشویات چیه داری میخونی؟ خب ببین من خرم دیگه از پل گذشته، من خونم خریدم، بخوام برم یه کار دیگه بکنم. خب ببین این بابا، تو اگه دنبال پول بری آخرش باید از این کار بری بیرون، حالا یا میری نمیدونم
سوپرمارکت باز میکنی یا میری نمیدونم بقالی باز میکنی یا میری فروشگاه ماشین باز میکنی، نمیتونی تو این کار بمونی. تو اگر که کار درست انجام ندی بعد از یه مدتی مردم میذارنت کنار. الان بچه ها حریص شدن، جوونن خیلی ها، فکر میکنن که الان 20 میلیون از این بگیرن، 30 میلیون از اون بگیرن، 40 میلیون از اون بگیرن، حالا چند تا آهنگ میفروشن بعد یکی دیگه میاد میزنه رو دستشون. برای اینکه الان خلاقیت نیست، الان لوپه، لوپو همه کس میتونه انجام بده. دقیقاً میزنه رو دسته، فردا یکی میاد یه چیز دیگه میسازه میزنه رو دسته، تو اوت میشی. واسه همینه اینا هول شدن. من البته حدس میزنم، من که نمیدونم، اینا هول شدن که تو این مدت کمی که اومدن دارن این کار رو انجام میدن، خونهشون رو بخرن، ماشینشون رو بخرن، دوست دخترشون رو بگیرن، اونجا دوتا پوز بدن که آقا ما مثلا فلان. خب بیزینس دیگه، ببین همه چی بیزینسه. همین تو کار من، کار اینشورنس، من خیلی از کسا هستن که خب تمام سر مردم رو کلا میذارن، بعد فصل وردا 10 تا 20 تا لاسوب دارن این کارا رو هم میکنن. کسایی هستن، یک کسایی هم هستن نه، اون چیزی که اون مشتری لازم داره بهش میفروشن. نمیگم برو آقا تو خونه تو برو وام بگیر بیار بذار تو بورس سهام فردا ورشکست بشی. میدونی این چیزهای این سیستم ها هم هست در تمام دنیا هست. مردم اینجوری شدن آرمان جان، متاسفانه متاسفانه همینطوری داره میره به این سمت. آرش فرزین اینجاست، پسر فرزین بزرگ که من خب بابا کار کردی، خدا رحمتش کنه. مداد جان خاطره با فرزین داری که برامون بگی؟ مطمئنم با فرزین. آره چند تا یه دفعه داشتیم میرفتیم ما واشنگتن، من و فرزین خدا رحمتش کنه، کنسرت داشتیم، مستی خانم هایده، نه هایده نبود، مستی بود، آقای سخایی بود و فرزین بود و اینا. منم با فرزین کار میکردم، من اول که اومدم اینجا با شروکم با فرزین کار کردم با گروه بلکت. نشسته بود تو هواپیما، سه نفری نشسته بودیم، اون صندلی وسط بود، من صندلی آیل بودم. من با فرزین خیلی شوخی داشتم چون خدا رحمتش کنه خیلی خیلی ما با هم دوست بودیم، خیلی، یعنی واقعا آدم گرم و خوبی و اینا بود. اون هفته عکسش انداختن تو مجله جوانان، این گذاشته بود روی پاش، خوابش برده بود. بعد این هاستس هواپیما که اومد اونجا بپرسه شما قهوه میخورین، شام چی میخورین و فلان اینا که ما انتخاب بکنیم، این مجله رو من دستم گرفته بودم، داشتم همینجوری که اینجوری دستم بود با منم صحبت میکرد. و بعد فرضی نخواب بیدار شد، گفت تو این چی میگفتی؟ این چرا اینجوری نگاه میکرد؟ گفتم که تو قاتل فراری هستی، عکست هم رو مجله مجله انداختن، الان میام میبرنه. شروع که گفت تو دیوانه ای، چیزا رو میگی تو هواپیما میگیرم ما رو فلان اینا، ولی شوخی بود نه. بعد گفتن نه بابا فلان، ولی خیلی خیلی با هم میرفتیم این ورنور میرفتیم. و یه دفعه یه حرف خیلی جالبی به من زد، اینو من تا حالا جایی نگفتم، ما داشتیم میزدیم تو کلاب 44، من بودم رو استیج، شهداد برادرم بود، شهبال بود، شهرام هم اومده بود میخوند، فرزین هم اومده بود بالا، یه اومد به من هم چی کرد، گفت خب بگو مادر بزرگیت هم بیاد بالا دیگه، شما که همه تون اینجا بودیم، خنده مرده بودیم از دستش. خلاصه آره خدا رحمتش کنه، واقعا واقعا صدای عالی بود. پسرش هم آقای آرش خان که هم درود به شما، شنیدم که صداش خیلی خوبه. بله دوست بسیار خوب من، داماد آقای علی پروین هستن ایشون. به 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 دیگه گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. بله خوب منن. و این زینو رو راستی بهت بگم، آره میخواستم همین رو بپرسم، خاطره زینو این بود، من اومدم داشتیم آهنگ زینو رو ضبط میکردیم، البته یک روزه شد این برنامه، صبح من تصمیم گرفتم آهنگ رو ضبط کنم، با شهرام صحبت کردم، گفتم بدیم کی بخونه، گفت بگو فرزین بخونه، فرزین بهترینه. زنگ زد به فرزین گفتیم شب بیا استودیو، من رفتم آهنگ رو ضبط کردم، از استودیو رفتم بیرون، برگشتم دیدم یک خاکی تو این استودیو بلند شده، چه خاکی، گفتم چی شده اینجا؟ نگو فرزین دویده بود. گفتم چرا دویدی؟ گفت دویدم صدام گرم بشه. و در یه تیک
این آهنگو خوند. هنوزم من نوار مادرشو دارم تو زیر زمین، اگه خراب نشده باشه میخوام بردارم زیراشو درست کنم، اگه صداش هنوز باشه بذارم دوباره ریپرودوسش کنیم، حالا ببینیم چی میشه. به به، حتما آرش جان هم خودشون یه حال صدایی دارن که میخونن و حتما من دعوت میکنم که همینطوری بتونید با هم دیگه همکاری کنید و این اتفاقات بسیار خوب بیفته. در صورت این از این داستان که خیلی عالی بود. بعد جان یه سری سوال داشتم راجع به اجراهای لایف. من میدونم شما خیلی تجربه لایف داشتید، مخصوصا با شهرام جان، که خب به هر حال اصلا اجرای لایف به نظر من با شهرام شهرفره با بلک کتس اصلا خودش دانشگاهی بوده، اصلا خودش تجربه‌ای بوده. دوست دارم برامون از اجرای لایف بگید، چون الان متاسفانه در مارکت ما، در مارکت امروزی، من هی میگم امروزی دیروزی، بحث مدتش نیست، بحث خراب شدن این مارکته، میدونی؟ خب من اینجا افتخار اینو داشتم با خانم نوشافرین رو استیج رفتم، با جمشید عزیز، با ساسی عزیز، با یه سری از همین خواننده هایی که تو همین یه سالی که اومدم تونستم باشم رو صحنه ببین چیزای مختلف میبینم. مهدا جان مثلا، حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی خب با خانم نوشافرین که اجرا داشتیم توی همین شهر مونتریال، یه ارکستر بسیار لایو، خیلی تمیز، اجراها خیلی عالی و چه صدایی، واقعا چه صدایی، ماشاءالله بهشون، بسیار کوک و بسیار خوب اجرا میکردن. یه سری اجراهای دیگه که رفتم میبینم موزیک داره کامپیوتری میشه و اون کسی که باید سر جاش باشه متاسفانه نیست. چرا فکر میکنی علتش چیه، یا اینکه اصلا چی قراره بشه؟ یعنی میگی چرا موزیکا سیکونسر آره میارن، چرا دارن این کارو میکنن، چرا نباید از نوازنده های خوب استفاده کنن؟ آیا باز همون داستان بیزنسه در کاره یا نه؟ همه چی بیزنس که همیشه هست. ببین اون زمان که در حدود 30 سال پیش بود، اینها شروع کردن یه سری از خواننده ها از سامپلر استفاده کردن، دنبک و با ضرب تمپو اینا رو سامپل کرده بودن، این پرکاشنیست ها رو محو کردن از استیج. یعنی اون موقع هم بوده پس این؟ بله اون موقع، حالا 30 سال نه، آره 30 سال دیگه اینا شروع کردن، 3 تا 4 تا خواننده اینا شروع کردن از این رولند های S50 که سامپلر بود، اومدن ضرب و تمپو رو سمپل کردن، به جایی که ضرب و تمپو ببرن سمپل رو میذاشتن، دیگه نمیبردن پرکاشن. حالا اونم چند تا علت داشت. اول اینکه نوازنده پرکاشن ما به اون تعداد نداشتیم که مثلا 20 تا باشن 20 عروسی برن. دوم اینکه ساندمنی که بود این کاره نبود، ساندی که تو ما تو عروسی میشنیدید افتضاح بود، یعنی سردرد میگرفتی. خب اینا سامپلر رو میآوردن وصل میکردن به یه امپلیفایر، دو تا اسپیکر بهش میزدن کار میکردن. یه مقدار واسه مالی بود، یه مقدار واسه این نبودن اون تکنیک و به اصطلاح اون چیزی که باید اینا بلد باشن، کار بلدی. ولی رو استیج رفتن، خب ارکستر الان ببین اکثر ارکسترا که شما میبینید نوازنده هاش خارجی هستن، از جاهای دیگه نوت می نویسن، اینا میان میزنن، 2-3 نفر هستن که ارکستر رو میچرخونن که معمولا کیبوردیست است و مثلا حالا بیسیست و یا 1-2 نفر بیشتر نیستن. اینه که اگر یه کسی ارکستر ثابت نداشته باشه، چون ببین قدیما برنامه زیاد بود، تو میتونستی افورد کنی که ارکستر خودتو داشته باشی، چون برنامه میدادی. من میگفتم مثلا آرمان تو کیبوردیست من مثلا 4 تا برنامه در هفته دارم، تو دیگه خیالت راحت بود، زندگیت میچرخید. الان 6 ماه یه دفعه یه برنامه، 3 ماه یه دفعه یه برنامه، خب کسی به کسی نمیچسبه که. بعد فردا که به تو زنگ بزنم بگم آقا تو بیا مثلا شنبه با من بزن، میگی من برنامه دارم، تو که وای نمیسی واسه من که. آفاید. میدونی این چیزا همه چی با هم دیگه قاطی شده، از نظر فاینانشالی، از نظر تکنیک زدن، از نظر اخلاق. خیلی کسا اخلاقشون با هم نمیخوره، میدونی خیلی کسا هستن که اخلاقشون به هم نمیخوره، نمیتونن با هم دیگه کار کنن. یا مثلا بعضی نوازنده ها بودن یا مثلا 8 شب باید میومدن سانچک، 11 میومدن. آره این چیزا هست. آره بود دیگه، کوکر زده بود، اصلا حالیش نبود که چی به چیه. هی نشستی میبینی یارو نیومد، خب اینجوری که نمیشه که. دقیقاً.
حالا با این موضوع موافقی شما که چی؟ که سیکونس باشه یواش یواش دیگه، اصلا با دو تا خواننده برم بالا؟ یا من حتی دیدم، حتی شهرام جانم توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که طرف اصلا این کاره نیست، آوردنش گذاشتنی $100 بهش میدن، میگن تو بیا یه ادایی برام در بیارو. به خاطر حالا هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ اینکه کارش رو پیش میبره. ببین من خودم با نوازنده خارجی هم حتی مخالفم، که خیلی از بزرگای این مارکت هنوز دارن استفاده میکنن، به خاطر اینکه میده چیه، من تعریفم از نوت اصلا اینه، میگم که یکی کسی که میخواد سخنرانی کنه، خب کنسرت هم مثل یک سخنرانیه برای من، یه چیزیه که شما آدینس داری و میخوای برای اونا یه کاری انجام بدی. یکی کسی که میخواد سخنرانی کنه، نوت دقیقا این داستانو داره که به شما یه نوشته میدن، شما باید از روی همون اجرا کنی یا بخونی. اون نوازنده دقیقا داره همین کار میکنه، هیچ احساسی درش نیست. حالا ممکنه 3-4 بارم زده باشه، خیلی ها خیلی کارشون درسته، 2 بار تمرین میکنن میان رو استیج فقط بزنن و برن. اینه که داره به موسیقی ما ضربه میزنه. و کسی سخنران خوبیه که اون نوت رو یه مروری کرده باشه، یعنی بیس داستان رو بدونه، بیاد با احساس خودش سخنرانی کنه، بیاد با عواطف خودش حرف بزنه و مردم رو تحت تاثیر قرار بده. متاسفانه این ارکسترایی که الان نوازنده های خارجی دارن، که طرف اصلا هیچ سررشته‌ای از موسیقی ایرانی نداره، اصلا نمیشناسه. خب چرا؟ یه کسی مثل دیوید حداد هست که 6-8 تا از خیلی از درامرای امروزی ما قشنگتر میزنه، ولی اکثر نوازنده هایی که الان دارن استفاده میکنن، اینا آدمایی هستن که فقط نوتو گذاشتن جلوشون رو اجرا میکنن. بله. این به نظر من خیلی بده. شما نظرت چیه؟ موافقی اصلا با استفاده؟ ببین تو یه سیچویشن هایی هست، مثلا ما دو تا کنسرت داشتیم تو آلبرت هال، مجبور بودیم که مثلا نوازنده بیاریم. بعدم میدونی آمریکایی ها یا خارجی ها وقتی که میان برای تمرینشون هم پول میگیرن. بله. هر مجانی نمیان تمرین بکنن. خب مجبور بودیم ارکستر 60 نفره بود از نوازنده های انگلیسی استفاده کنیم. ولی بعضی از این خواننده ها هستن که اینا یکی دو تا نوازنده دارن. اولا خب کیبورداشون که ملودیا رو میزنه همه ایرونیه. یکی دو تا هستن که مثلا داریوش اون زمان یه فلوتی داشت، این فلوتی همیشه با داریوش بود. با وجودی که خارجی بود دیگه عادت کرده بود. اون اوکیه. ولی همین که شما میگی که مثلا هر جا هر شهری میرسی یه نفری بیاری یه چیزی بزنه، خب اون حالته در نمیاد. البته بستگی به سازش هم داره که چه سازی میخواد بزنه. مثلا اگه بکران وایلین میخواد بزنه ایس اوکی، ولی سولو وایلینه که نمیتونه یارو بیاد بزنه، اصلا اون حس در نمیاد. در مورد سیکونس هم ببین، سیکونس و خارجی ها هم من یادم از 30 سال پیش 25 سال پیش مثلا کنسرت مدونا که میرفتی، کنسرت مایکل جکسون که میرفتی، اینا سیکونس استفاده میکردن، ولی برای چیزهایی که نوازنده نمیتونه بزنه و به خاطر ساندش، یعنی اون سیکونس مثلا 1/100 اون موزیکی بود که اینا رو استیج میزدن. دامیننت نبود که فقط اون همه چی رو چیز بکنه، تیک اوور بکنه، میدونی چی میگم؟ یه قسمتی مثلا یه ساوندای به خصوصی بود که خب میارزید که شما از سیکونس استفاده کنی، یا مثلا یه صداهایی بود این کارو بکنن. بله، یا استرینگ سیکشن نیاری روی استیج 6 نفر 7 نفر رو بگی که آره این کارا رو نمیکنن، موزیکو پلی میکنن اصلا، پلی بک، یعنی خودشون هم نمیتونن بخونن، خودشون هم نمیتونن بخونن. و بعضی از این خواننده های ما دیگه باید گیواب کنن، بگن thank you very much، دیگه ما الان دیگه باید بریم بازنشسته بشیم، الان باید بریم کارهای دیگه بکنیم، چون که تا آخر عمر بازنشستگی رو چی گذاشتن؟ همه باید بشن دیگه، بالاخره یه روزی یه کسی باید بره کنار. اینه که این مسئله بعضی ها نیست کار دیگه بلد نیستن، چسبیدن به این کار، چسبیدن به پوله بیشتر. آره که چیز گرای دیگه ندارن که پول در بیارن. آخه چیکار کنن؟ یه کسی که مثلا 50 ساله داره میخونه، اگه که نخونه چیکار میتونه بکنه؟ دقیقاً. کار دیگه که بلد نیست، نمیتونه بره سیم کشی کنه که. دقیقاً. میدونم چی. حالا یه سوال دارم از شما. اگر مهداد زند کریمی بتونه تو صنعت موسیقی یه چیزی رو تغییر بده، یک چیز
چی رو تغییر میدی؟ یه چی رو تغییر بدم؟ تو تغییر... صنعت موسیقی چی رو تغییر میدی؟ چی بیشتر اذیتت میکنه؟ کپی رایت. یه کاری باید کرد که سیستم یه جوری بشه که مردم هم زیاد از جیبشون پول ندن، ولی ببین بقای کسایی که بخوان بیان کار بکنن توی اینی که بتونن از نظر مالی خودشونو لانسه بکنن توی این کار. ما اون موقع موزیسین داشتیم، صبح میرفت یه جا کار میکرد، شب میومد رو استیج میزد خسته و کوفته. چرا؟ یه کسی که ببین این کار پروفشناله، این کار حرفه‌ایه. شما وقتی موزیسینی شما کارت اینه که ساز بزنی، ساز تمرین کنی، آهنگای مردم رو تنظیم. شما صبح نباید بری پیتزا دلیوری کنی، شب بیای ساز بزنی. ببین این مسئله است که داره میکشه، این مسئله است. بنده اگه که کار دیگه نداشتم، فقط چیز من موسیقی بود، میرفتم یه دونه خونه میخریدم لب دریا یا یه جا کرایه میکردم لب دریا، این دستگاه هم میبردم اونجا، شروع میکردم فقط ساز زدن، تنظیم کردم، این کار کردم. ولی خب من الان نمیتونم که، من نمیتونم. اگر از آهنگم پول در میآوردم، لازم نبود که من این کارها رو بکنم. که یه آهنگ درست میکردم، آهنگ صدا میکرد، 50,000 دلار، 100,000 دلار، 200,000 دلار ازش در میآوردم، تمام میشد. ببین تو حساب کن، اگر که تو ایران برای یه آهنگ 10 سنت پول بدن، اگه 20 میلیون نفر از ایرانیا یه آهنگ رو 10 سنت پول بدن، میشه 2 میلیون دلار، میشه 2 میلیون دلار. خب اصلا زندگی اون شخص رو تغییر میده. تمام کسایی که اونجا کار کردن 10 سنت، حالا 10 سنت ایران الان شده چقدر؟ 2400 تومان. آره. میدونی؟ بازم پولی نیست. بله بازم پولی نیست. شما ساندویچ میخوری چقدره؟ خب تو اینم جزء تفریحت دیگه. اگر ما بتونیم این کار رو عوض بکنیم، اگر یه نفری بیاد بشه این کار رو انجام بده، و دولت ایران باید کپی رایت جزء کپی رایت جهانی بشه و این سایت رو استاپ کنه، بعد اون موقع کوالیته موسیقی میره بالا. الان ما همه چی خوب داریم، نوازنده خوب داریم، تنظیم کننده خوب داریم، ولی دلشون به کار نمیره، میگه چرا بکنم، چرا بکنم، بذار 20 میلیونم رو بگیرم ماشینم رو بخرم. میدونی؟ دیدها عوض شده نسبت به این هنر و به این حرفه. میدونی چرا باید اینطوری باشه؟ واقعا نوازنده های خارجی، شما میبینید خیلی از نوازنده های خارجی یه دوره ای میان موفق کار میکنن، بارشون رو میبندن، پولشون رو خوب در میارن و بقیه دوران زندگیشون رو از اون پول لذت میبرن و بازم پول میگیرن و بازم پول میگیرن. بله براشون هر ماه پول میاد. ببین یه چیزی برات بگم، خدا رحمتش کنه آقای محمد حیدری، یه روز داشتیم ما با هم صحبت میکردیم، گفت میدونی چی شده؟ گفتم چی؟ گفت برای من 700 دلار چک اومده از کمپانی سونی. گفتم چطور شده؟ گفت من رفتم، منو دعوت کردن، دو میزان، یعنی دنگلا 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 تو یه دونه آهنگ آمریکایی دو میزان این سنتور زده بوده، 700 دلار همونجا بهش داده بودن. بعد که رفته بود دو سال بعد یه چک دیگه 700 دلاری هم براش نه. به من میگفت من آهنگ میسازم 700 دلار نمیگیرم، من آهنگ میسازم، آهنگم میگیره، 700 دلار به من نمیدن. من دو تا میزان رفتم زدم دیلینگ دیلینگ، اینا واسه من 1400 دلار پول دادم، بازم میاد. یه چیز دیگه بهت بگم، آقای شیبانی خدا رحمتش کنه، اونم باز ما یه روز استودیو بودیم، گفت ببین 9600 دلار برای من چک اومده از کمپانی MGM. گفتم این چیه؟ گفت یه فیلمی، من یه موزیکی برای یه فیلمی ساخته بودم، ادم اند دی اپل، مال آنتونی کوین، 50 سال پیش این فیلم رو رنگی کردم، این 9600 دلار سهم من بوده، واسه من چک فرستادم 50 سال پیش. حالا ما یه آهنگ دلیدل ساختیم، هیچی گیرمون نیومده، یه دونه فتانه درست کردیم نامه روونه، هیچی گیرمون نیومده. بعد جالب این چیه؟ جالب اینه هنوز این آهنگا جز تاپ 10 موسیقی ایرانیه، یعنی هنوز دارن استفاده میکنن.
نبوده که بذارنش کنار. خب دیگه همینو دارم میگم، یعنی حساب کن اگر که قرار بود این داستان خیلی توی کشور ما هم جا افتاده باشه، الان چقدر میتونست اتفاقات خوبی برای این مارکت بیفته، برای شما، برای منی که به شما وابستم، نوازنده شما یا قراره با شما کار کنم. خب بله، همه زنجیریم به هم، همه با هم متصلیم. و این به نظر من این باعث شده که نگاه مردم نسبت به موسیقی، نسبت به کسایی که خلق میکنن موسیقی و نم و ما نوازنده ها، حتی من، حتی من با همسر خودم هم صحبت میکردم، همیشه به من میگه که من خیلی به هنر تو احترام میذارم ولی فکر نمیکنم آینده داشته باشه این هنر. نه میدونی، خب این خیلی بده. منی که دوست دارم تمام زندگیمو بذارم توی این راه، چرا باید یه همچین چیزی بشنوم؟ چرا باید این صحبت ها از انرژی آدم کم میکنه دیگه، میدونی چی میگم؟ بله. ولی مطمئنا حق با شماست. حالا اینکه چطور این اتفاق بیفته، باید به نظر من فرهنگ سازی بشه. و اینکه اصلا چطور قراره فرهنگ سازی بشه و این داستان ها، نمیدونم کی میخواد شروع کنه. چطور بچه‌ها خودمون از همینجا که این بچه‌هایی که در الان تو لایف هستن، تو سایت تو هستن، تو سایت من هستن، اینا فقط ببین لازم هم نیست که برن پول بدن، اینها برن و عضو اون کانال یوتیوب بشن، مثلا کانال یوتیوب من، کانال یوتیوب موین، کانال یوتیوب نمیدونم مرداد، هر کسی که کانال یوتیوب داره، و این موزیکا رو برن از اونجا گوش بدن. این ببین حداقل کاریه که اینا میتونن بکنن و این باعث میشه که یه آب باریکه‌ای این تو در بیاد. الان ببین، الان این یه دونه شرکتی هست که هر خواننده جدیدی که میاد یه پولی میده، ویدیوشو میخره میذاره تو سایتش. این داره ماهی بین 30,000 to 60,000 dollars از یوتیوب پول میگیره بابت همین آهنگای آشغال مزخرفی که خیلیاش بی خود تو تلویزیون داره میذاره، پخش میشه، مردم میرن تو یوتیوب نگاه میکنن، این پول میگیره. توجه میکنی؟ خب این بابا هیچ زحمتی برای نکشیده، تازه پولش هم خودش نمیده، یه شرکت قماربازی هست، میره از اون آگهی میگیره، اون پولشو میده. خب خواننده ها نمیکنن که نرن با این، الان چند تاشون دارن سوش میکنن، ولی از روز اول که گفتیم آقا این کار نیست، این کارو نکنید، شما بیاید خودتون کپی رایت برنامه‌تون رو بگیرید، کسی نکرد. الان مهم ببین، خودش نوار خودش رو داد، به هیچ کم نداد پخش کنه، خودش گذاشت تو تلگرام گفت برید حال کنید باش. خب شما هم باید، مردم هم باید ساپورت کنن دیگه، مردم هم باید بگن آقا به جایی که من برم تو مثلا سایت فلان کسک اینو دانلود بکنم، بذار برم تو سایت خواننده بکنم. این کار بزرگی، این چیز خواسته بزرگی که نیست که، من نگفتم که شما بیاید پول بدید که، شما فقط این دگمه رو به جایی که اونو بزنی، این یکی دگمه رو اونجا بزن، برو اونجا بزن. حالا یه ذره ممکنه برای آره ببین ممکنه که برات سخت باشه که فیلتر بشکنی، نمیدونم چی بکنی، ولی این یه احترام خیلی کمی که تو میتونی بذاری به کسایی دیگه. یه ساپورت کرد هنرمند مورد علاقه. آره اگرم نمیخوای بکنی که خب با همینا بشین چیز بکن، سعی چی میگن تا بکن، همین آهنگای خارجی رو که دوستان میگیرن کپی میکنن، الان داره دستا رو میشه که چقدر از این آهنگا رو اینا استفاده کردن، شعر گذاشت، اشکالی نداره ها، ولی دروغ نگن که ما ساختیم. آقا بگو مال فلانیه، من آهنگ و تنظیم فلانی. خب تازه بهش ببین تبریکم میگم، میگم باری کلا تو بهتر از قبلی خوندی، چون شعرش بالاخره بیشتر به دل ما میچسبه. نه ولی الان که همه فهمیدن دوزیه، میگن بابا این چه دوزی بود. آره اتفاقا با اون پیج کپی پیس که صحبت کرده بودید، من دیدم بره. چقدر عالی که یک همچین شخصی اومده داره همچین کاری میکنه، چون خیلی ها نمیدونن، خیلی ها نمیدونن، اصلا فکر میکنن او چه کاری زده طرف. بعد الان جالبه، من یه سری دوستای نوازنده دارم تو ایران که با خواننده های خیلی معروف ایرانی دارن کار میکنن، میگن که ما میریم برای اجرا، وقتی داریم لاین بیسش رو میزنیم، یا که الان بچه ها اصلا هستن تو همین لایه، میگه اصلا ببین، میگه کاور کار رو برداشتن گذاشتن رو کار جدید، یعنی لاین بیس همونه،
لاین درامز هم، درامز هم که ندارن خدا رو شکر، الان چند تا کیت میذارن و این داستانا، یه ملودی که عوض میکنن و یه اول اینتروی عوض میکنن، اوورتور رو عوض میکنن و اندینگ رو عوض میکنن، میشه کار جدید. بعد مینویسن آهنگساز، ترانه سرا، تنظیم کننده، فلانی، کلی هم سر صدا میکنه، جالبه، کلی فالوور میگیرن از این داستان، کلی درآمد دارن، کلی کنسرت میرن. به هر حال امیدوارم که ما همه بتونیم یک طوری به یک نحوی در این داستان موثر باشیم که بتونیم کمک کنیم به مارکت. برای کسایی که مثل ما علاقه‌مندن، من خودم واقعا از همه چیزم میزنم برای این هنر و دوست دارم، چاره ای هم نیست، یعنی علاقه‌مندم به این کار و نمیتونم کار دیگه انجام بدم. ولی حالا از این داستان یه کمی بیایم بیرون، یه کمی محیط رو دوباره برگردیم به خود مهداد زن. خیلی از بچه‌ها مهداد جان پرسیدن، البته خستت که نکردم، نه پرسیدن که مهداد زن موسیقی مورد علاقه‌اش چیه، اصلا خودش تو خلوتش به چه اندازه میده؟ ببین من همه جور موسیقی گوش میدم، من همه جور موسیقی گوش میدم، واسه من چیزی که مهمه اون تنظیم و اون به اصطلاح ملودی و اون صدای خواننده است که اجراش مهمه. مثلا من آندره بوچلی گوش میدم، فرانک سیناترا گوش میدم، چیزای عجق و عجق زیاد گوش نمیدم، مثلا این رپ ها که توش فوشه گوش نمیدم، مثلا آهنگای پاپ روزم که یکی دوتاش اگه خوب باشه گوش میدم، خولیو ایگلسیاس گوش میدم، عرض به حضورت کارهای ایرانی هم گوش میدم، اگه که خوب باشه کارهای قدیمی بیشتر گوش میدم، موزیک کلاسیک رو گوش میدم، چیزهای دیگه همین دیگه، تقریبا همه چی شد دیگه. آره خب این از غیر از اینم نمیشد انتظار رفت، بخاطر اینکه مهداد زن خودش هنرمنده و یک هنرمند، یک تنظیم کننده، یک آهنگساز معمولا همه نوع موسیقی گوش میده که میتونه از همونها ایده بگیره. حالا سوال دیگه اینه که مهداد زن به عنوان یک الگو، یک آدم با تجربه برای شخص من آرمان، چه انتظاری از بچه های نوازندهی مثل آرمان داره؟ یعنی چه پیشنهادی به ما داره توی این مارکت؟ کسایی که عاشقانه این کار رو دوست دارن و خیلی علاقه مندن به این هنر. من فکر میکنم با توجه به سیستم فاینانشال و مالی که الان وجود داره، به خاطر اینکه شماها مجبور نشید به هر کاری دست بزنید و در هر جایی برید ساز بزنید و با هر کسی که دلتون نخواد ساز بزنید، این کار رو باید شما به عنوان کار دوم انجام بدید. من این کار رو پدر بزرگم به من نصیحت کرد، گفتش که موسیقی رو به عنوان درآمد ازش استفاده نکن. که من به شعبال و شعرام نتونستم اینو بگم چون دیگه دیر شده، ولی به تو دارم میگم، شما باید یه پوزیشنی باشی، چون هنرمندی، یه پوزیشنی همیشه باشی که هنرتو مجبور نشی کج و کولش بکنی به خاطر پول. اگر اون کارو بکنی تمام اون احترامی که مردم برات دارن از بین میره. شما اگه میخوای نوازنده بشی یه کار درست حسابی بگیر و اون کارت بذار منبع درآمدت باشه، کار نوازندگیت هم بکن که هر موقع دلت نخواست یه جا بزنی بیا بری بیرون، یعنی زندگی دست خودت باشه. من خودم این کارو کردم، من خودم هیچ وقت محتاج نبودم، اگه میرفتم یه جایی میدیدم یه برنامه رو دلم نمیخواد بزنم نمیرفتم، گفتم آقا نمیام، با فلان خواننده به من تلفن میکرد من کار نمیکردم، گفت کار میکنیم، گفتم نه وقت ندارم. خب اگه من این کار رو نداشتم، اگه من مجبور بودم دائما آهنگ تنظیم کنم، این کارام هیچ وقت نمیتونستم وقت توش بذارم، بعد 10 تا آهنگ ماهی تنظیم میکنم، اصلا امکان نداره یه نفر بتونه 10 تا کار توی یه ماه بده همش خوب باشه، امکان نداره. میدونی چی میگم؟ این من فکر میکنم این کار اگه بچه ها بکنم و بعدم رقابت سالم بکنن، همدیگر نزنن زمین، این مارکای، ببین این مارکای کیبوردام مال پدر مادر ماها نیست، دقیقاً یاماها، کورگ، اینا مال پدر مادر ما نیست که. همه کیبوردا رو شما با هم دیگه نپرید سر اینکه آقا تو یاماها داری من
کل دارم. اینا رو از همه شون باید استفاده کنی. رولند یه سری چیزاش خوبه، یاماها یه چیزی خوبه، کورگ یه چیزیش خوبه. دعوا کردن سر این چیزا بین رفقا به نظر من یه ذره بی خوده. آره همیشه همه جا میگم، به من گفتید که مهم نیست که تو چه دستگاهی داشته باشی و از چه امکاناتی بهره مند باشی، مهم اینه که کی پشت اون دستگاه نشسته باشی. بله exactly. این حرف خیلی حرف قشنگ. بله. خیلی، یعنی یه دنیا پشتش بود. خیلی از بچه ها هستن آی فلانه، آی من ریتم فلان دارم، آی من کیبورد فلان دارم. نه واقعا، واقعا این حرف که شما میزنی درسته، دقیقا همینطوریه که میگید. مهم اینه که کی پشت اون دستگاه نشسته باشه. یه سری از بچه ها همین الان هم دارن همینجا میپرسن که خب میگه که ما علاقه مندیم برای یادگیری به اصول تنظیم موسیقی یا هارمونی، میگه که چجوری باید شروع بکنیم، یا اینکه اصلا لازمه که این چیزا رو بدونیم به صورت آکادمیک برای تنظیم کردن یا نه. چی رو بدونی؟ هارمونی رو؟ وارد دنیای تنظیم بشیم، آیا نیازه که این اطلاعات بیسیک رو داشته باشیم و اصلا چطور میتونیم وارد دنیای تنظیم بشیم؟ ببین هارمونی اینا رو که باید بلد باشی. شما اگه واقعا بخوای تنظیم بکنی باید هارمونی، چون فضای آهنگ با هارمونی درست میشه دیگه، مگه که بخوای سنتی کار کنی که سارمونی نزنی توش. این چیزها رو باید بلد باشی، باید یواش یواش یاد بگیری. بیشترش من فکر میکنم که این منطق و مغز خودته، منطق و مغز خودته، و باید خیلی 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 موسیقی گوش بدی، باید موسیقی گوش بدی. و تنظیم کردم، من میگم من خودم که شروع کردم که من این چیزها رو بلد نبودم، من یه ذره نوت بلد بودم، کیبورد بلد، آکوردار همه رو میشناختم، خب بالاخره کار کرده بودم با این همه خواننده و خب میدونستم که مثلا آکوردار پروگرشنش چجوریه تو آهنگای دیگه که مثلا آقای ناصر چشمازر خدا بیامرز تنظیم کرده بود یا منوچهر چشمازر، بالاخره ما اینا رو میزدیم یاد میگرفتیم که این آکوردا پروگرشن چجوریه. خب اینا رو بعد همه رو بلد باشی. بعد حالا که داریم با کامپیوتر کار میکنی، خب سازشناسی زیاد اهمیتی نداره اگه بخواید فقط از VST استفاده کنی، گرچه اون VST هایی که خودش سامپلر هست، مثلا اون نوتایی که توی سازا نیست نمیزنه. مثلا شما اگه ویالون بزنی اون F ها نمیزنه، از سول شروع میکنه زدن، یو میبینی تو اکتاوش نیست اصلا. میدونی چی میگم؟ خب این چیزها رو الان ساده شده، لازم نیست بدونید، ولی خب اگه بخواید واقعا همه چی رو درست حسابی کار کنی باید بدونی، همه چی رو بدونی. نمیتونی، بله باید برسی به چیزی که اگر میخوای موفق بشی، به نظر من شما باید یک چیز متفاوتی باشی. شما اگه بیای کار یکی دیگر رو کپی کنی، فوقش میگن این چه تنظیم کننده خوبیه، ولی شما صاحب سبک نمیشی. و این کارم آسون نیست، من همجوری دارم میگم آسون نیست. شما بخوای یه کاری بکنی که سبک جدید آوردم، این همه تنظیم کننده بعد ما اومدن یه دونشون سبک آورد، یه دونشون شهرام آذر بود یه سبک خودش آورد، فرق میکرد با اون چیزهای دیگه. بقیه دیگه همه اومدن همون چیزها رو هی زدن زدن، بعدم به عنوان صاحب سبک شناخته نمیشن. بله تنظیم کننده های خوبی هستن همشون، ولی منو چهره چشم آذر نیستن که یه سبکی رو آورد، نوجوکی نیستن که یه سبکی رو آورد. میدونی اینا سبک آوردن. آقای نوجوکی وقتی که موزیک میزنه شما میدونی مال اونه، یه امضا داره تو کارش. بله اون چیز سیستم خودشه. آقای چشمازر شما متوجه میشی، آقای عالمی میدونی چه جوری ویالون مینویسه، چه چیزایی رو استفاده میکنه، میدونی. ولی شما اگه بخوای بیای یه ذره از این کپی کنی یه ذره از اون کپی کنی، گیج باشی، خب به عنوان یک شخصی توی این کار شناخته میشی، با به قول معروف کوینسی جونز نمیشی. میدونی کوینسی جونز نمیشی، یک چیز معمولی میشی، پولی هم در میاری که اونا بهت بگم اونا بیشتر از این کسایی که صاحب سبکن پول در میارن. آره دیگه، برای اینکه چیز ندارن، با همه کار میکنن، با همه کار میکنن. میگه آقا مثل اون میخوای همونو واسط میزنم. یه سری داستان هم خیلی هست الان بین بچه های حالا
یا داخل ایران، من بیشتر داخل ایران دیدم تا این و یه کمی ادعا دارم، یه کمی با هم کلکل میکنن سر این که چی؟ من اونجوری میزنم، من اونجوری میزنم، اصلا یعنی اینا داره آسیب میزنه به نظر من به بدنه موسیقی که قبلا اینجوری نبود. قبلا حرفشون رو با کارشون میزدن. یه کسی یه کاری ارائه میداد، میگفت که این کار منه، حالا اگه کسی بوده تا الان تونسته بهتر بسازه، اوکی، بهتر ساخته داده بیرون، خب گل کرد. ولی الان بچه‌ها، من دیدم اینو، دیدم اینو، اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به موسیقی نداره، هیچ حتی تمرین آنچنانی هم یعنی زحمتی نکشیده برای کاری که میخواد ارائه. ولی خب حالا با چند تا فالوور و با چند تا چیز احساس کرده که خوبه. برای اینا هم لطف کن مهدا جان یه پیامی بهشون بده که یه کمی ملایم‌تر با این داستان برخورد کنن، یه کمی حرفه‌ای‌تر برخورد کنن، برخورد حرفه‌ای رو یاد بگیرن. ببین عزیزم، من که چیزی نمیتونم بگم، من میدونم که کلام شما خیلی تاثیرگذاره. ببین من که چیزی نمیتونم بگم، من خودم چیزی بارم نیست که بیام به مردم بگم آقا فلان اینا، ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که شما هر کسی که فکر بکنه همه چی رو بلده باید بره پیش روانشناس. من اینو میتونم به شما خیلی راحت بگم، برای اینکه اگه یک کسی بیاد یه همچی ادعایی بکنه، این با آدم دیوانه است. هیچ کسی در دنیا نیست که همه چی رو فوت و فن و عالی بلد باشه. ممکنه شما بری کلاسیک بخونی، همه آکوردا رو بلد باشی، ولی اونجا یه چیزی هست که شما نمیدونی. اگه فکر کنی همه چی رو میدونی، بعد خیلی خوب میزنی، بزن تو که دمت هم گرم بزن، اصلا مسئله نیست، چه اشکالی نداره. شما بهتر میزنی، بزن مردم ترچیز کنن، شما خودت بری از خودت بگی آقا من فلانم. اینجا ما داشتیم اون زمان، این بچه جوونا که اومده بودن همشون میومد، یه دونه از این خواننده ها هست که یکی دوتا کاست داد بعدم رفت بیرون، این مثلا خدای بچه پررویه. این خدای بچه پررویه اومده بود، من که البته اینو ندیدم هیچ وقت الحمدلله، اگه طرف های من اومده بود بهش میگفتم آقا بفرما تو پارکینگ بلن بشین تو چلو کباب بخور تا بعد با هم صحبت کن، ولی طرف من نیومد. ولی به تمام اون کسایی که بهش خوبی کردم و کار درست کردم بی احترامی کرد، بعدم انداختنش بیرون، هیچی هم نشد، در حالی که هیچی هم بلد نیست. میدونی اونم بده. حالا شما یه چیزی بلدی، میگی آقا من اینو یاد گرفتم، اوکی. چیزی نداریم، ما چیزی نداریم که بیایم بگیم آی فلانه. شما هر موقع مثل لنگ لنگ پیانو زدی، اون موقع بیا بگو من نوازندم. این حرف من. شما هر موقع مثل اون ایساک پرلمن اومدی ویالون زدی، بیا بگو من نوازندم. وگرنه این دلنگ دلونگا که ماها میکنیم، اینا خوبه، خیلی هم نوازنده های خوبی هستن، من دیدم بچه ها واقعا عالی میزنن، ولی ادعا بی خودی که چی؟ افلاطون یه روز رفته بود یه جا سخنرانی کرده بود، یه ذره چرت و پرت گفته بود، بعد همه دست دادن گفتن استاد فلان، اومد بیرون دیدن خیلی عصبانیه، گفتن آقا چرا عصبانی شدی؟ گفت ستوده جاهلان جاهله. اینا که نفهمیدن من چی زدم، چرت و پرت گفتن، دست زدن بدو، اینا همشون نفهمن. خب تو هم اگه که بزنی واسه عمه و خاله و فلان اینا بگن به 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 بعدم بزنی، این زیاد جالب نیست. ولی خب دوستانن دیگه، چیکارش میشه کرد؟ کارشو نمیشه کرد واقعا. نه واقعا ادعا کمتر بشه کارت بیشتر پیش میره. آره متاسفانه این چیزیه که یه ذره نیازمند زمانه، یه ذره نیازمند فرهنگ سازیه و امیدوارم که بهتر بشه این شرایطی که ما داریم ازش میبینیم. من خیلی دوست ندارم خستت کنم مهدا جان، میدونم که وقتت رو در اختیار ما، همین که وقتت رو در اختیار ما قرار دادی، بسیار ازت ممنونم. خواهش میکنم عزیزم. اگر فکر میکنی چیزی هست که من نگفتم، یا پیغامی یا پیامی برای آرمان و امثال آرمان داری که هم طرفدارتن هم ازت الگو برداری میکنن،
با کمال میل میشنویم. چیز به خصوصی ندارم بگم، همتون موفق باشین، کار کنید رو اخلاقاتون کار کنید، که خوبه. من میبینم خیلی از شما همه اخلاقا خوبه. از مواد مخدر دوری کنید که خانمم براندازه، و کار تمیز انجام بدید دیگه، مردم احترام بذارید. چیزایی که معمولی من همیشه تو تمام لایوام میگم، چیز به خصوصی ندارم که بگم، چیزی ندارم بگم. چی میخوای بگم؟ همین که همتون سالم باشید، همتون کار خوب ارائه بدین، سنبل نکنین اگر میخواین تو این کار بمونین. اگر میخواین بمونین، اگر نمیخواین بمونین که خب هیچی، بیرونتون میکنن. خودتونم نخواهید بریم میگن آقا دیگه نیا. ما همیشه این افتخار رو داریم که از شما، از آدمهای درست این مارکت الگو برداری کنیم، و خیلی باعث افتخار منه که بتونم یه گوشه ای از یه عضو کوچیکی از خانواده هنری مارکت ایرانی و شما باشم که الگوی ما هستید. مهدا جان شما که خودت خیلی عالی می نوازی، دمت گرم، بسیار کارت خوبه، خوبم ساندای خوب، همه چی سیستم داری. تو خودت از ما خیلی جلوتری، خودت از ما خیلی جلوتری، فکر نکن، دست کم نگیر. ولی خب ادعا نداشتن هم خیلی خوبه، خیلی خوبه. بیشتر آدم همیشه شاگردیم، ما شاگردیم. الان دیگه دانشگاه ها میدونی دارن دنبال شاگرد میگردن، چون همه استاد انقدر زیاد شده هیچ کدومشون شاگرد ندارن. الان همه دانشگاه ها دنبال شاگرد دارن میگردن. اینه که همین کارا رو شما انجام میدید، دمتونم گرم. خیلی خوشحالم که شما جوونا واقعا دارید کارهای خوب میکنید، سالم هستید همتون. این خیلی واسه من مهمه، و خیلی هم ممنون که وقت دادی به ما یه صحبتی بکنیم و با دوستان عزیز. قربونتون برم مهدا جون، مرسی. ما همیشه از کارهایی که برای ما انجام دادی همیشه تشکر میکنیم، و امیدوارم که این اتفاق، این حالا گروهی که زدید و این برنامه هایی که برای موسیقی ما دارید، امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشه، و قابل بدونید من امثال آرمان بتونن کنارتون باشم توی همچین برنامه هایی، و بتونیم از تجربیاتتون استفاده کنیم به عنوان یه عضو کوچیک. انشالله که همتون بیاید، همتون کمک کنید، با هم یه چیز با عظمتی درست بکنیم، اونای دیگه هم میان فالو میکنن. یکی باید یه کاری رو شروع کنه که اونای دیگه بیان دنبالش. شما همتون بیاید کمک کنید، we can make it، میتونیم درست کنیم. اونای دیگه هم مطمئن باش فردا 20 از اینا درست میشه. دقیقاً همینطوره. آره. آره. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید مهدا جون، خیلی لطف کردید و من همیشه به دوستی با شما افتخار. قربونت برم، مرسی آرمان جون، خدا حافظ همه شما. قربونتون برم، خدا نگهدارتون باشه. امیدوارم یه روزی بتونم بیام الی ببینمتون از نزدیک. Anytime اومدی قدم دو چشم. قربونت تو، پس فعلا خداحافظ. قربونت برم مهدا جون، مرسی. بای بای. بای بای. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب دوستای گل، اینم اون برنامه‌ای که گلش رو داده بودیم. با آقای زند چطور میتونید در تماس باشید؟ از طریق اینستاگرامشون مهدا زند یه پیج دارن، و اون پیجیه که میتونید برید باهاشون در ارتباط باشید، فالوشون کنید، از تجربیاتشون استفاده کنید و لذت ببرید. مرسی از همتون که وقت گذاشتید، مرسی که این برنامه رو دنبال کردید. دم همتون گرم. از انرژی شماست که من انرژی میگیرم برای این اتفاق ها. دمتون گرم، شب همتون بخیر، همتون رو خدای بزرگ میسپارم. مرسی. خط. به به، سلام مهداد عزیزم. سلام آرمان جان، حالت چطوره؟ مرسی، خیلی خوشحالم که میبینمت. مرسی که دعوت منو پذیرفتی، و بسیار باعث افتخار منه که باهاتون صحبت میکنم. اگه سلامی هست بفرم. قربان تو، اولا سلام به تمام دوستان و تمام کسایی که علاقه دارن به کارهای موسیقی و نوازش کیبورد و تنظیم و اینا.
انشالله که همیشه خوب و خوش و سر حال باشم. خیلی ممنون از این اینتروداکشنی که کردی، معرفی که کردی، و خیلی خوشحالم که شما جوونا هنوز به این موسیقی ما پیرمردا علاقه دارین. این خیلی واسه من مهمه و خیلی ممنون که دعوت کردی چند کلمه با هم صحبت بکنیم. باعث میکنم اولا که باعث افتخار منه، دوما که شما هنوز هم توی دل ما همچنان جوون هستی، هم خودت هم کارات، و اینکه من دوست دارم، میدونی که مهدا جان، من به نمایندگی از خیلی از بچه های نوازنده و خیلی از طرفداران شما برای اولین بار فکر میکنم شما داری با یک نوازنده گفتگو میکنی که معروفم نیست، و ولی به هر حال این بزرگی رو کردی در حق ما. خیلی خواهش میکنم. دوستان نوازنده، دوستان هنرمند ما در داخل کشور که متوجه شدن ما با هم دیگه گفتگو داریم، خیلی بر من سوال فرستادن، خیلی چی میگم قدرت دادن به من که بیام باهاتون صحبت کنم، و من یه سری از سوالاتشون رو یادداشت کردم، حتما میپرسم از شما، و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و بچه هم لذت ببرن انشالله. مهدا جان، من دوست دارم گفتگوی ما یه مقداری متفاوت باشه به نسبت گفتگوهای قبلی که شما داشتی. خب همیشه شما راجع به موسیقی صحبت کردی، همیشه راجع به مشکلات و بالا پایینایی که تو جامعه موسیقی بوده، تو آهنگا بوده، تو صدای خواننده ها بوده، و یا هر چیز دیگه. ما امروز میخوایم راجع به خود مهداد زنده کریمی صحبت کنیم. جای خطرناک داری میری. که دوستان طرفدار شما که خیلی هم زیادن بیشتر با شما آشنا بشن، البته که خب خیلی ها با شما آشنا هستن، ولی خب خیلی ها سوال میپرسیدن و سوالات جالبی هم بود برای خود من که خب من این سوالات رو یکی یکی مطرح کنم. بفرمایید. اگه شما اجازه بدید شروع کنیم. بفرمایید، اجازه ما دست شماست. مهدا جان، خیلی از بچه ها پرسیدن که اصلا چی شد که مهداد زنده کریمی وارد دنیای موسیقی شد، وارد دنیای هنر شد. البته اینو من داخل پرانتز به دوستان بگم که خب مهداد جان از خانواده بسیار هنرمند، در یک خانواده بسیار هنرمند به دنیا اومده، از پدر بزرگشون، دایی ها، مادرتون، حتی مادر بزرگ همه هنرمند هستن. دوست دارم که برامون تعریف کنی اصلا چی شد که وارد دنیای موسیقی شدی مهداد جان. والا اتفاقی بود آرمان عزیز، این کلن اتفاقی بود. من یه سری آهنگ و شعر و اینا داشتم زمان بچگی، می ساختم اینا رو. بعد که اومدم لس آنجلس می‌خواستم اینا رو بدم خواننده‌ها بخونن. اولش کلی مسخره کردم، خیلی از خواننده‌ها مسخره کردن متلک و برنامه و این چیزا، چون خب من نیست که با اون موقعی که اومده بودم آمریکا خونه شهرام بودم و خیلی از این خواننده‌ها رفت و آمد داشتن، بالاخره اینا همه با هم دیگه رفت و آمد داشتن دیگه. اینا می اومدن و ما بهشون میگفتیم مثلا یه همچی چیزی هست و اینا، که محل که نمیدادن، و بعضیاشون هم میگفتن خب اگه خوبه چرا دایید نمیخونه. این یه مسئله شده بود واسه ما که اگه خوبه چرا به دایید نمیده. هی من اون موقع، من که اومده بودم آمریکا، تمام آهنگای من یواش بود. آهنگایی که من از انگلیس آورده بودم به غیر از دو تا کار که همین دل ای دل بود و این نازنین، این تمام آهنگای من آهنگای سلو بود. من اصلا آهنگساز سلو هستم، من زیاد تو چیزش ریتم و اینا نیستم، ولی خب مجبوری. حالا بعد هیچی دیگه، بعد یه دوستی ما داشتیم به نام موری که اولین کاست من براش زدم، من دو تا آهنگ به این داده بودم، گفتیم بریم اینو بدیم تنظیم کنن به یه نفری. رفتیم به این دوستان عزیزمون که اون موقع خب خیلی زیادم بودن، همشون هم به اصطلاح از ایران اومده بودن دیگه، آقایون چشمازر و نحوی و فلان و اینا، آدمایی که واقعا پروفشنال بودن. اینا معاملمون نشد که آهنگای ما رو تنظیم کنن. خلاصه رفتیم، موری رفت یه نفری رو پیدا کرد توی گاراژی، یه آمریکایی ما رو برد تو این گاراژه، برد تو این گاراژه، و بعد دیدیم چقدر این کیبورد چیده، من در حدود مثلا 30-40 تا کیبورد و مغز کیبورد و این چیزا چیده بود با کامپیوتر، رو گفتش که من این آهنگ شما رو تنظیم میکنم. ما این آهنگ رو دادیم به اینو، خلاصه یه
نیم ساعتی هم این به ما توضیح داد که اینا چجوری کار میکنه. خب من چون که برنامه ریزی ربات خونده بودم و برنامه ریزی کامپیوتر خونده بودم، یه ذره حالی میشد که این چی داره میگه. میدی رو توضیح داد و اینا، ما از در اومدیم بیرون. از در که اومدیم بیرون، موری گفت خب تو که این کیبورد داره بلدی بزنی، این کامپیوتر هم که بلدی، بیا بریم همین الان دستگاه بخریم، اصلا مهنت اینا رو هم نکش، خودت بشین تنظیم کن. ما رفتیم دستگاه خریدیم، رفتیم خونه، 3 ماه طول کشید. من اولین آهنگی که اسمش کلام عشق بود، شعر آهنگش هم مال خودم بود، اینو تنظیم کردم. و بعد سال 1988 بود، اوایل سال 1988، 32 سال پیش اینو ما درست کردیم. و بعد دیگه این نواره که در اومد، هی اومدن گفتن اینو به ما بده، اونو به ما بده، تنظیم کن و فلان، اینا اومدیم تو کار. ولی خب از نظر موسیقی هم شهبال من آورد تو بلک کتس. من اکتبر 87 اومدم آمریکا، 33 سال پیش تقریبا. بعد دیگه هیچی دیگه، ما هم شروع کردیم کار کردن. من نمیخواستم که این کاره، من این کاره نیستم که، آخه من اصلا درسم یه چیزی دیگه بود. این همه جوری شوخی شوخی به عنوان تفننی بود. این بود که ما اینجوری رفتیم تو کار تنظیم و آهنگسازی و اینا. ولی خب به هر حال شما خالق بسیاری از آهنگ‌های جاودانه و خاطره ساز ما هستید. و من یه نکته دیگه رو که بگم، شما فکر میکنم این چیزی که من تو این مدت دارم توی مارکت میبینم، شما تنها کسی هستی که هم ترانه گفتی، هم آهنگ ساختی و هم تنظیم کردی. من تا حالا کسی، اگر که من اشتباه میکنم به من بگی، من تا حالا کسی رو ندیدم که این پروداکشن مجموعه رو با هم دیگه داشته باشه، اونم تو چندین کار مختلف هیت که همشون یکی از یکی زیباتر و یکی از یکی قشنگتر بود. میخوام یه ذره راجع به این داستان مهدا جان برامون بگی که اصلا اون دوران لس آنجلس که شما تازه اومده بودی و اصلا چجوری بود، جف چجوری بود، کار به چه صورت بود؟ کار چی؟ از نظر آهنگسازی؟ از نظر آره، از نظر موسیقی، از نظر آهنگسازی. اون موقعی که شما تازه استارت زده بودی به کار، برای خیلی از دوستای من که مثل خود من تازه از ایران اومدیم بیرون، و یا خیلی از دوستان من که دوست دارن بیان از ایران بیرون، خب منم تقریبا حدود 1 سال و 3 ماه که از ایران اومدم و الان کانادا هستم، خیلی دوست داریم بدونیم که در ابتدای کار اصلا چی شد برای شما، چه اتفاقایی افتاد، چطور شد که این آهنگ ها اینطوری خلق شد و پخش شد و اصلا مردم رو، نظر مردم رو جلب کرد. اول من اون سوال قبلی تو جواب بدم راجع به اینکه کسانی که آهنگ و شعر رو تنظیم میسازن، ببین چند نفر هستن که این کارو میکنن ولی برای خودشون میکنن، یعنی به عنوان تنظیم کننده اینا به حساب نمیان. مثلا یه کسی شعر آهنگ خودش رو میسازه، مال خودش هم تنظیم میکنه، ولی مثلا یه آهنگساز دیگه نمیاد به این شعر بده، آهنگ بده، بگه تو تنظیم کن. کارهای خودشونو میکنن. چند تا از جوانای دیگه هم هستن تو لس آنجلس که اینا کارهای خودشونو میکنن، ولی من به تنهایی مثلا به من آهنگ میدادن میگفتن شعر بذار، آهنگ میدادن میگفتن تنظیم بکن. اونم کسایی مثلا مثل آقای شمعی‌زاده، مثل آقای پازوکی، مثل شهرام، کسایی که تجربه دارن. وگرنه کسای دیگه هستن خودشون میخونن، خودشون میزنن، خودشون میرقصن، خودشون کار همه کارا رو میکنن. این تفاوت کار من با اونا این بود. ولی از نظر اون موقع اومدن تو کار آرمان جان خیلی سخت بود، به خاطر اینکه اون موقع این برنامه های کامپیوتر به این صورتی که الان هست که شما بتونید توی خونتون آدیو ضبط کنید و بذارید بشنوید که این آرانجمان شما چی عذاب در میاد، عملی نبود. در نتیجه این سکرین من رفت چیز، در نتیجه شما مجبور بودی که نوتای این کارا رو بنویسی یا بری توی استودیو شروع کنی همه این سازا رو با کیبورد زدن که متوجه بشی که این تنظیم چجوریه. اون زمان کسی به غیر از این کسایی که معروف هستن، مثل آقای چشمازر، مثل آقای قادری، مثل آقای نوید نحوی، آقای احمد پژمان، خدا رحمتش کنه، آندرانیک، اینا بزرگا بودن، اینا قول پیکرن تو این بیزنس، اصلا با ماها قابل مقایسه نیستن. این آدما تو کار بودن و اکثر کارها رو یه مدت فقط نوید میگرفت یا منوچهر چشمازر میگرفت. این
و آندرانی. این سه نفر تاپ اینجا بودن اون موقع. ولی خیلی باید جالب باشه اون موقع تو اون شرایط مارکت با این افراد. خب میدونی که الان خیلی جب فرق کرده نسبت به اون موقع، همینطور که میگه همه چیز کامپیوتری شده. بله. و خیلی هم متنوع تر شده به نظر من. حالا شاید این تنوع بعضی وقتا خیلی خوبه، بعضی وقتا هم زیاد خوب نیست، ولی اون موقعی که خب شما تو مارکت بودید و با این افراد کارهای این افراد رو میدیدید و در اون زمان کار میساختید، مطمئنا خیلی متفاوت بوده نسبت به الان. های خاطره ای چیزی دارید برای ما که تعریف کنید از اون دوران؟ چون مطمئنا خیلی از بچه ها هنوز تجسمی از اون دوران ندارن و خیلی براشون جالبه که بدونن اون دوران چطور گذشت. بله، اون دوران اولا که ورود به این کار خیلی سخت بود، رات نمیدادم، میگم من آهنگ آوردم اینا تنظیم نمیخواستم بکنم، برای اینکه انقدرم سرشون شلوغ بود، سه تا چهار تا تنظیم کننده که بیشتر نبود. من که اومدم تو کار گفتم خب من چی کار بکنم که بتونم کار بگیرم، چون یه بچه 22 ساله بودم اون موقع، من چیزی هم حالیم نبود، هنوزم حالیم نیست، حالا من باید با کی اینجا رقابت کنم؟ با یه آدمی مثلا استادی مثلا ملچر چشمازن. خب گفتم چیکار کنم؟ من اومدم یه چیز جدیدی درست کردم. من کاری که کردم، سبک من سبک اونا هم هست، یه مقدار از آقای نجوکی هست، یه مقدار از آقای چشمازر هست، یه مقدار از شهرام هست، همه اینا قاطیه، ولی یه چیزی هم من اضافه کردم به اون چیزی که اینها داشتن، برای همین شد یه چیز جدید. یه استایل منحصر به فرد شد. آره دیگه، یه استایل مال خودم شد. بعدم یه حالت نوعی بود، به خاطر اینکه خب جوان بودم و کامپیوتر رو بردم وصل کردم، ساندار یه ذره، من هیچکی روی ساند تمرکز نمی کرد، چون اینا همه عادت کرده بودن که خب ویالون بنویسن، سازبادی بنویسن، این چیزها رو بنویسن. خب من اومدم ساندار رو عوض کردم، من از شروع کردم از ساندهای کیبورد استفاده کردم، به جای که بیام از ساندهای طبیعی استفاده کنم. خب این یه مقدار موزیک رو عوض کرد به اون طرف، چون اینا هیچ کدوم، الان یه مثال برات بگم، خدا رحمتش کنه، ساعت 3 بعد نصف شب بود، این پیجر من اون موقع پیجر بود، تلفن دستی نبود ها، این پیجر من زنگ زد، بوق زد، دیدم که شماره استودیوه، 3 بعد نصف شب، تلفن زدم گفتم چی شده، آتیش گرفته فلان، دیدم که خدا رحمتش کنه آندرانیک اونجا بود. اون موقع تازه این DX7-2 در اومده بود. خب گفتش که دستم به دامنت، من الان اینجا موندم، میخوام این کیبورد رو پرده کنم، DX7 و این مهندسه بلد نیست، ما هم بلد نیستیم، من موندم. خلاصه 3 بعد نصف شب من دارم از پای تلفن به اینا اینستراکشن میدادم که این دکمه رو بزنیم. اولا خودم هم که از حفظ نبودم، DX7 خودم آوردم روشن کردم، دونه دونه این دکمه رو زدم تا آخر سر تونست اینو رو پرده کنه که سازشو بزنه. این چیزام بود، این برنامه هم بود دیگه. خب الانم من خودم تو این سیچویشن هم، الان این بچه های جوان خب خیلی از من بهتر بلدن این چیزها رو وصل کردن و لوپ وصل کردن و این چیزها، من که بلد نیستم که، ولی خب حالا داریم یاد میگیم. اون موقع تازه که... فکر میکنم همه چیز داشت سیستمی میشد، میدونی، یعنی از حالت سنتی داشت میامد بیرون، فکر میکنم توی اون دورانی که الان شما داری برای ما تعریف میکنی، تازه فکر میکنم از اون تلفیق صداها تازه داشت شروع میشد، اون ساخت ریتم های جدید تازه داشت شروع میشد. بله متوجهم، کاملا اینجوری بود. اینه که اون زمان یه چیز به اصطلاح تازه‌ای بود استفاده از کامپیوتر، و کامپیوتر رو اون موقع فقط ما به عنوان ضبط میدی استفاده میکردیم، شما آدیو نمیتونستی توش استفاده کنی. این که دارم برای شما میگم مال 1988ه، سال 93-94 یه دیجیتال پرفورمر در اومد، سافتور دیجیتال پرفورمر، که با این دیجیتال پرفورمر شما میتونستی یه مقدار آدیو ضبط کنی، و بعد پروتولز اومد. پروتولز اون موقع اومد، بعد شما میتونستی اون کارهایی که مثلا میخوای میکس کنی تو پروتول ادیت کنی، به جای که بذاری تو تیپ ادیت کنی غلط و غلوط در بیاد، کج و کوله بشه، توجه میکنی؟ خیلی خیلی سخت بود. من اون توی
بعضی از این لایوان بعضی وقتا میگم مثلا ما وقتی میخواستیم میکس کنیم فقط 2 ساعت سیم کشیش طول میکشید که هر ترک رو باس بکنی بهش یه دونه افکت بدی این چیزها رو همه رو وصل کنی، یه ترک مثلا 4 تا افکت مختلف بهش میدادن، میدونی؟ بله. اینه که سخت بود، سخت بود، ولی خب خوبیش این بود که شما بیسیک رو از پایه یاد میگیری. وقتی از پایه یاد میگیری یه موقع برقت هم بره کارتو میتونی انجام بدی. این فرقش اینه. دورانی بود که از همه چیز داشت از حالت آنالوگ به دیجیتال تبدیل میشد. الان دیگه حالا هر کی اشتباهی هم بکنه یا رکورد کنه میتونه با یه دکمه قشنگ دیلیت کنه دوباره این کار رو انجام بده. بله اینجوریه دیگه، درسته. حالا با توجه به این به یه سوال خیلی تکراری همه بچه‌ها پرسیدن، من جوابش رو میدونم، منتها میدونم برای شما هم خیلی تکراریه، ولی خب خیلی ها مشتاقن که جواب این سوال بدن. همه پرسیدن که مهداد زن چرا بعد از ساخت این همه آثار طلایی، این همه آثار خاطر انگیز، یهو خدافظی کرد و رفت؟ چرا رفتم؟ آرمان جون این خیلی دلایل داشت، دلیل های بسیار زیادی داشت، ولی خب چند تا اصلی هاش این بود که اولا که آینده ای من توی این کار موسیقی برای یک تنظیم کننده آهنگساز و ترانه سرا ندیدم. یعنی نگاه کردم دیدم بهترین های ما الان چجوری دارن زندگی میکنن و من که تازه هیچی نبودم، اگر به حد اونا میرسیدم، اگر میشدم چه میدونم آقای چشمازر، اگر میشدم آقای نجوکی، بعد من به کجا میرسیدم؟ دیدم این به کار من نمیخوره. دوم این که محیط کاری که توش هست، من جزو این محیط کاری نمیتونستم برم به خاطر اینکه سیستمشون اینا فرق میکرد با سیستم من، از نظر اخلاقی، از نظر تایمی، از نظر این چیزها. بعدم دیگه وقتی که من اومدم خب اینا رو درست کردم، یه سری از بچه هم شروع کردن کپی کردن این کارهای من میکردن، یه جوری که مثلا شما وقتی گوش میدی بعضی بچه ها به من میفرستن میگن این تنظیم تو، میگم نه. خب کاربون کپی میذاشتن، کپی میکردن، گفتم خب اینا بذار کپی کنن بذار بره. بعدم من یه جوری هم که با همه کس نمیتونم کار کنم، میدونی؟ یه کسی که مثلا دیر بخواد بیاد و نمیدونم بد قولی کنه و این چیزا، این نمیشه. همه چیز باید مرتب و آن تایم باشه. آره دیگه، برای اینکه ببین من به خصوص یه کار دیگه داشتم و اگر من میخواستم مثلا تا 5-6 صبح استودیو اونجا بمونم، بعد چجوری 8 صبح برم سر کار، میدونی؟ بعدم اون کارهایی که میخواستم انجام بدم کردم دیگه، من چیزی نمیخواستم. اون هدف من این بود که 2-3 آهنگ درست بکنم ببینم چه جوریه. کنجکاوی بود این، نبود که چون من دنبال نمیدونم شهرت و این چیزا که نبودم. میبینی تو تمام این کاستا، تمام این آلبوما خیلی کم اسم فامیل من هست، من اصلا نمیذاشتم بزنن. آره این خیلی جالبه، اینم خیلی پرسیدن که چرا. خب دیگه من اصلا نمیخواستم. ببین اون موقع اسم من تک بود، الان زیاد شده. اون موقع یه دونه مهداد بود تو کار موسیقی، بعد اینها چند تا از این کاستاری که میبینی اسم من توش هست، اینا رو خود شرکت ها برشتن زدن، خود شرکت ها فامیل منو میدونستن اون تو زدن، وگرنه من اون کاستایی که خودم تهیه کردم، مثل مال نوشافرین، مثل مال طوفان، مثل مال شهرام، اینا مثل لیلا، اینا همش نوشته مهداد توش، هیچ کدومش فامیل من توش نیست. هیچ مصاحبه ای هم نرفتم به غیر از یه دونه جوانان، چون حوصله این چیزا رو نداشتم. من چی بیام آخه بگم؟ دوتا آهنگ ساختم دنگل و دینگل، این زیاد به نظر من چیز مهمی نیست. کمر قول رو نشکنی کاری کردی، ولی خب خیلی ها فکر میکنن دوتا رینگ ریدینگیر زدن مثلا دنیا رو گرفتن. من خب اینجوری فکر نمیکنم، شاید اشتباه بکنم. نه اتفاقا درسته به نظر من، به خاطر اینکه ما الان نسل من که میشینیم کارهای شما رو گوش میدیم، ماهایی که هنوز تازه کاریم، وقتی گوش میدیم میبینیم این کار چه فونداسیون قوی داره، چه تقوی. من خیلی از کارهای شما رو نشستم زدم، البته جسارت کردم، ولی دوست داشتم که مردم بدونن این کار مال کیه. ولی وقتی میشینی گوش میدی به کارهای شما، میبینی که چه ترکیب صدایی،
در اون دوران حتی هنوزم من ندیدم کسی بتونه با همین مطمئنن اون صداها اون موقع صداهای خود سازها بوده که شما با هم دیگه، یعنی این ذوق و این ایده از فکر می اومده، نه اینکه الان. خب خیلی از دوستای من صداهای آماده تهیه میکنن میگن ما بهترین وی اس دی ها رو گرفتیم و صدا نزدیک به اون صداست، ولی شما کاری که میکردید این بود که از همین صداها برای خلق یه صدای جدید استفاده میکردید، یعنی اینطوری نبود که برید از یه صدایی رو تهیه کنید بیاید. حالا شاید هم خوبیش مال اون دوران بود که این چیزها آماده نبود و باز مردم رو با هنرمند رو سوق میداد به اینکه شما برید دنبال خلق کردن یه ریتم جدید. یا وقتی ریتمای تنظیم های شما رو من گوش میدم، الان خیلی از بچه ها این دکمه کیبورد رو میزنن و شروع میکنن به ساز زدن، ولی وقتی ریتمای شما رو گوش میدم میبینم که شما از تمام کیت های پرکاشنی که توی کیبورد های اون دوران بوده، که من یه دونه رولندش رو الان دارم، تمام کیت های پرکاشنی که اون موقع بوده، از صدای شیکر، از صدا، خب اینا دقت میخواد گوش دادن. بله. ولی من وقتی گوش میدم میبینم شما از خیلی از اینا با یه ذوق و خلاقیت خاصی استفاده کردی. با این مدلی نبوده که یه ریتمی رو روشن کنید و آی همه برید تو استودیو. خیلی از دوستان من این رو نمیدونن یا نه. حالا خیلی مونده تا این چیزها رو متوجه بشن، ولی این داستان خیلی برای من جالب. حالا مهداد زنده کریمی اگه برگرده دوباره به اون دوران، باز هم خداحافظی میکنه یه مدتی یا نه؟ ببین این دوره‌ای که من شروع کردم آرمان جان، اول بذار این چیزی که گفتی من تمومش کنم مبحث رو، دلیلش رو به شما بگم. ببین ما دو نوع تنظیم کننده داشتیم، که یعنی دو نوع تنظیم کننده تو استودیو کار ضبط می‌کردن. یه نوعش مثل من بود که من تمام سازها رو میدیش رو توی کامپیوتر می‌زدم، وقتی که می‌رفتم تو استودیو دست به ساز نمی‌زدم مگر اینکه یه چیزی رو بخوام عوض کنم. تمام مدتی که من تو استودیو استفاده میکردم 4 ساعت معمولا ضبط من طول میکشید که دامپ کنیم از کامپیوتر. تمام این 4 ساعت مشغول بودم به تعیین صدا، انتخاب صدا. به خاطر اینه که این صداها یه ذره با کسای دیگه فرق میکنه، چون من میخواستم فرق کنه. یه سری تنظیم کننده بودن نوتشو مینوشتن میرفتن تو استودیو، اون 4 ساعت رو صرف زدن اون پاساژا و اون به اصطلاح ترک ها میکردن. آره میدادن نوازنده های میرفت اونجا مثلا میگفتش که آقا یه دونه ساده باس بده، یه باس بهش میداد اینو میزد اون میشد همون. من مثلا ممکن بود 3 تا 4 تا باس رو با هم قاطی کنم، برم اونجا ملودی ها رو مثلا چند تا ساز رو با هم قاطی کنم، این کار بشه. این از اون. از نظر دوره جدید ببین این سیستمی که الان پیاده شده توی کار موسیقی و اینا، هنوز ما به جایی نرسیدیم که بتونه یک کسی زندگی کنه از راه آهنگسازی و شاعری و اینا، به خاطر اینکه همه مردم دانلود میکنن، پولی توش نیست، هیچ چیزی توش نیست، یعنی شما نمیتونی پول در بیاری. خواننده هم که پول نمیدن برای آهنگ. من این کاری رو که دارم الان میکنم یه کار به اصطلاح تفننی دارم میکنم، واسه خودم دارم میکنم و واسه یه سری از جوانایی که توی دوره بله جزء صحبتمون هست. چند تا از اینا هم، چند تا از این خواننده هم هستن که من باشون کار نکرده بودم قبلا، یا کار کرده بودم، یا دوستای من هستن، 3-4 نفر هستن که من دارم با اینا یه آهنگ کار میکنم. 10 تا آهنگ گشته بودم کنار برای 10 تا خواننده قدیمی، 10 تا آهنگم برای خواننده های جدید. بیشتر از این دیگه فکر نمیکنم کار کنم. اینو من از حالا بگم که بعد ما خیلی دوست داریم که کارهای بیشتری از شما ببینیم. خب اگه وقت باشه میکنم. ببین من الان یه اشکال دیگه هم پیدا کردم. ببین مسئله فقط تنظیم آهنگ نیست الان. مسئله الان من باید تمام این سیستم رو یاد بگیرم. میدونی این چیز آسونی نیست تو اگه بخوای اینا رو یاد بگیری. برای یه سری از شما من دیدم بچه‌ها که کیبورد میزنن، من بعضی وقتا فکر میکنم اینا کمک خلبانن، چون دائما دارن دگمه میزنن، هی دینگ دینگ دینگ. اینی که تو هواپیما نشستی، این دست این داره کیبورد میزنه، این دست هم داره دگمه میزنه، انگار که هواپیما دارن سوار میشن. میدونی
خب این چیزها رو که من بلد نیستم که، من دارم خیلی رو راست به شما میگم، من تا اینا رو بخوام یاد بگیرم خود ممکنه بشه 20 سال طول بکشه. حالا ریز ریز دارم کار میکنم دیگه، برای همین حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه. فعلا یه چند تا کار بدیم بیرون ببینیم دوستان چه جوری فکر میکنن. قطعاً خیلی خوب خواهد بود و همه ما لذت میبریم و بی‌صبرانه منتظر. من میدونم که شما یه گروهی دارید به نام ریموت ملودیز، اگه اشتباه نکنم. بله. دوست دارید یه مقدار راجع به این گروه ریموت ملودیز برای رفقای من صحبت کنید؟ بله بله. ببین این یه گروه متغیره که من یه اسمی رو انتخاب کردم چون که این ملودی هایی که من میفرستم این دوستان میکنن از راه دوره، ریموت دیگه. اسمشو گذاشتم مهداد ریموت ملودیز. کسایی که دوست دارن، جوانایی که دوست دارن بیان با ما کار بکنن در تمام دنیا، سراسر دنیا میتونن با ما کار بکنن. من این فرصت رو میخوام بدم چون میدونم همه بچه ها نمیتونن بیان تو، کسایی هستن کاراشون خوبه نمیتونن بیان وارد مارکت بشن، به قول خودشون میگن مافیا داریم، نمیدونم چی داریم اینا. خب اینا که هر کسی که دلش بخواد میتونه بیاد کار کنه با ما، آهنگ بخونه، میتونه شعر بده، میتونه تنظیم بکنه، میتونه آهنگ بسازه، هر چی. من میخوام یه کاری رو شروع بکنم بعدم خودم برم کنار ازش. من قرار نیست که به 50 سال بمونم این کارو بکنم. یکی دو سال اینو استارت شو بزنیم، کسایی مثل خود شما که این کاره هستی تنظیم میکنی، نمیدونم میتونیم اینا، شما بیاید اینو تیک اوور کنید، این کارو فالو کنید، کمک کنید به کسایی که دور و بر، جوانایی که دور و بر دنیا هستن، کمکشون بکنید. حالا تو اینا آهنگا بعضیش ممکنه بگیره ممکنه نگیره. ببین کار خیلی سختیه، شما بیا یه کاری بسازی برای یه خواننده‌ای که هیچکی نمیشناسه، بعد بذاری بیرون. کسی جرأت این کارو کردن رو نداره مجانی بخواد این کارو بکنه. دقیقاً. حتی بزرگاش هم ندارن. خیلی خوبه که شما دارید این فرصت رو میدید. میدونید یعنی به هر حال همه اینا زیر برند شماست و با افتخار، چرا که نه، باعث افتخار من و خیلی از دوستان منه که بیان وارد این سیستم بشن و از این سیستم بتونن خودشون رو معرفی بکنن، کارشون رو معرفی بکنن. و چرا که نه، اتفاقا به نظر من اگر کسی کار خودش رو خوب بلد باشه میتونه شانس خودش رو امتحان بکنه. و به نظر من در هنر، حالا هر هنری، هر کسی، این عقیده شخصی من، یک بار میتونه شانس خودش رو امتحان کنه. و هنر چیزیه که به نظر من هنرمند کسیه که بتونه مخاطب جذب کنه. حالا قرار نیست که همه از اون هنر خوششون بیاد، سلیقه‌ای کاملا، ولی کسی که به نظر من بتونه مخاطب جذب کنه هنرمند. چون اگر هنرش نتونه کسی رو جذب کنه، خب حتما در اون حد نبوده، ولی چرا که نه، خیلی عالیه، بسیار به ایده و بسیار فرصت خیلی خوبه. خب بچه‌ها چطور میتونن باهاتون همکاری کنن؟ ببین الان ما تو فاز اول این هستیم، چون که خیلیا نمیخوان مجانی کار بکنن. خب ما الان تو فاز اول هستیم که من کاری که کردم، این سکرین منه خاموش میشه، من کاری که کردم خودم دارم دو سه تا آهنگو تمومش میکنم که بچه ها بخونن. نحوهی که میتونن با ما کار کنن اینه که اونایی که میخوان خواننده بشن، یه دونه کلیپ بدون موسیقی، بدون افکت، یه کلیپ ویدیو، دو تا آهنگ یا یه آهنگ شاد برای ما بخونن بفرستن. این خیلی خیلی ساده است. حالا من اینو که گفتم هی به من تکس میکنه، آقا میشه آهنگ یواش بخونیم؟ آقا میشه کلیپ نباشه؟ آقا میشه با موزیک بزنیم؟ نه، این خیلی ساده است. آقا جان یه دونه کلیپ بذارید همینجوری که ما تلفن گذاشتیم جلومون، یه دونه آهنگ بخونین، آهنگ شاد بفرستین بیاد ببینیم شما چیکاره این، قیافتون هم معلوم باشه. همین. این از اون کسایی که میخوان کارهای دیگه بکنن، الان توی این سیچویشنی که ما هستیم، این فازه که تموم بشه، بعد ما شروع میکنیم کمک گرفتن از تنظیم کننده ها، آهنگسازا، این چیزا، برای اینکه همش که نباید من باشم، که باید سلیقه‌های مختلف باشه توی این کار. منتهاش اینایی که توی این گروه ریموت ملودی هستن، هر جا که هستن، هر جای دنیا هستن، میتونن از اون اسم استفاده بکنن، میتونن از اون اسم استفاده کنن، به شرطی که رپرتوار دیگه نرن مثلا
اون چیزای حجویات رو بخونم. یعنی یه اون حالت چیز حرمتی که ما میخوایم درست کنیم نیگر داریم. دقیقا اون استایل حفظ بشه. بله استایل حفظ بشه. الان یکی از دوستای ما تو استرالیا هست، نوید داره تنظیم میکنه، یک کار برای ما تنظیم کرده، خیلی هم خوب از قبل در اومده. خب اینا رو باید ما ریز ریز هی درست کنیم بدیم بیرون دیگه. منم یه نفری سخته واسم. دقیقا یه حالتی باشه که شما فقط منیجمنت کنید، یه مدیریتی داشته باشید روی داستان، و خیلی هم خوبه، خیلی خوبه. و یه چیز دیگه که خیلی برای من جالبه اینه که من از اولین روزی که با شما آشنا شدم، یه شما خیلی نمیدونم چجوری این رو بگم، ولی من با کم و بیش با تنظیم کننده های خارج از ایران خب در تماس بودم، باهاشون هم کلام هم شدم تلفنی بعضی وقتا، یا رو استیج بودیم، حالا یه گیری بوده زنگ زدیم و سوال پرسیدیم. همه یه غرور خاصی دارم مهداد جان، یه دیوار میذارم بین خودت و خودشون، به واسطه حالا حتی اگر شده بینشون بوده که یارو یه آهنگ هیت داشته، ولی یه جوری صحبت میکرده که خیلی عجیب و غریب بوده و خیلی هاشون رو شما میشناسی مطمئنن. ولی شما همیشه هم خیلی روراست و خاکی صحبت کردی با ما همیشه، و همیشه استقبال کردی از نیروی جوان همیشه. و من واقعا ازت ممنونم به خاطر این ارتباطی که با مخاطبان خودت داری، که یکیشون خود منم که هم طرفدار شما هم مخاطب شما هم دوست. و میخوام بدم که آیا این داستان همچنان ادامه داره همکاریتون با نسل جوان یا؟ بله اصلا من واسه این دارم این کارو شروع کردم. ببین ما الان خواننده‌ای که داریم همشون دورور 70 خب تمام خواننده‌هایی که از ایران میخوندن همشون دورور 70 خواننده‌هایی هم که اینجا شروع کردن حداقل الان اگه ببین 40 اینجا گذشته دیگه، و 40 اون موقع اگه 20 سالشون بوده 60 سالشونه. موسیقی هر صنعتی اگر نیروی جوان توش نیاد از بین میره. من چیزی که واسم مهمه، حالا برای خیلی ها این مهم نیست، من چیزی که واسم مهمه اینه که موسیقی ایرانی رو ایرانی نگه داریم، کار ترکی نکنیم، کار یونانی نکنیم. اونا به اندازه خودشون برای خودشون مارکت دارن، ما داریم مارکت خودمون رو میکشیم. ما داریم شروع کردیم آهنگ یونانی کپی کردن، آهنگ ترکی کپی کردن، آهنگ ازبکی خوندن. الان ببین بهترین آهنگای ما که در اومده آهنگای خارجی هاست که اسم تو شعر گذاشتیم. از خود ما چیزی نیست تو مارکت. دقیقاً. از خود ایرونی چیزی نیست تو مارکت که صدا بده. دقیقاً. این خیلی باعث تأسفه. حالا اتفاقا من میخواستم همینو بپرسم، میونه صحبت شما میخواستم بپرسم که آیا سلیقه ها عوض شده یا هنرمندای ما دیگه، البته میدونی چه مرد جان، من یه فکری همیشه دارم راجع به این موضوع و این خیلی من اذیت میکنه. موسیقی الان در مارکت ما، توی مارکتی که ما الان توش هستیم، چه داخل کشور چه خارج از کشور، خیلی پولی شده. بله. قبلا در دوران که شما فعالیت میکردی بزرگان دیگه موسیقی بودن، کارا بیشتر دلی بود، یعنی هر کسی یک کار، و خواننده با نوازنده با آهنگساز با ترانه سرا همه با هم یک دل بودن، یعنی دوست داشتن یک کاری بیاد بیرون، هزینه میکردن واسش، ولی هیچ صحبت پولی در کار نبود. یعنی کسی دوست نداشت کسی دیگر رو پول کنه برای پیشرفت زندگی خودش. بله. دوست داشتن یک کار خوب بدن بیرون. حالا بله. نظر شما چیه؟ فکر میکنی چرا اینطوری شده؟ ببین به خاطر ببین قدیما وقتی که این کار انجام میشد خواننده ها که پول از جیبشون نمیدادن، که شرکت ها میدادن. شرکت ها پول میدادن به خواننده نسبت به اون کششی که خواننده داشت. مثلا نوار یکی رو 20,000 دلار پول بودجه میدادن، نوار یکی رو 100,000 دلار بودجه میدادن. خب اینها میرفتن و از این شرکت ها پول میدادن میگرفتن، و بعد این شرکت ها نوارا رو میفروختن و یه مقدارم پول اضافه خودشون در میورد. الان دیگه اینجوری نیست. الان شرکتی در کار نیست، سی دی در کار نیست، نواری در کار نیست، همه چی شده دانلود.
آهنگو شما درست میکنی، همه مجانی دانلود میکنن میره، در نتیجه پولی توش نمیمونه. یک سری از دوستان حریص شدن، اومدن تو این کار حریص شدن. ببین کسی که فقط بخواد به خاطر پول بره توی کاری، آخرش باید از کار بذاره کنار. یه خواننده‌ای هست، حالا من اسمشو نمیگم، این اومد تو کار، اولش خیلی خوب کار کرد، بعد شروع کرد حشویات خوندن. یه روز من بهش گفتم که بابا تو چرا اینجوری داری میکنی؟ تو که به این خوبی اومده کارتو درست کردی، داری پیش میری، این حشویات چیه داری میخونی؟ گفت ببین من خرم دیگه از پل گذشته، من خونم خریدم، بخوام برم یه کار دیگه بکنم. خب ببین این بابا، تو اگه دنبال پول بری آخرش باید از این کار بری بیرون. حالا یا میری نمیدونم سوپرمارکت باز میکنی، یا میری نمیدونم بقالی باز میکنی، یا میری فروشگاه ماشین باز میکنی، نمیتونی تو این کار بمونی. تو اگر که کار درست انجام ندی، بعد از یه مدتی مردم میذارنت کنار. الان بچه ها حریص شدن، جوونن خیلی ها، فکر میکنن که الان 20 میلیون از این بگیرن، 30 میلیون از اون بگیرن، 40 میلیون از اون بگیرن، حالا چند تا آهنگ میفروشن، بعد یکی دیگه میاد میزنه رو دستشون. برای اینکه الان خلاقیت نیست، الان لوپه، لوپو همه کس میتونه انجام بده. دقیقاً میزنه رو دسته، فردا یکی میاد یه چیز دیگه میسازه، میزنه رو دسته، تو اوت میشی. واسه همینه اینا هول شدن. من البته حدس میزنم، من که نمیدونم، اینا هول شدن که تو این مدت کمی که اومدن دارن این کارو انجام میدن، خونهشون رو بخرن، ماشینشون رو بخرن، دوست دخترشون رو بگیرن، اونجا دوتا پوز بدن که آقا ما مثلا فلان. خب بیزینسه دیگه، ببین همه چی بیزینسه. همین تو کار من، کار اینشورنس، من خیلی از کسا هستن که خب تمام سر مردم رو کلا میذارن، بعد فصل وردا 10 تا 20 تا لاسوب دارن، این کارا رو هم میکنن. کسایی هستن، یک کسایی هم هستن نه، اون چیزی که اون مشتری لازم داره بهش میفروشن. نمیگم برو آقا تو خونه تو برو وام بگیر بیار بذار تو بورس سهام فردا ورشکست بشی. میدونی این چیزهای این سیستم ها هم هست در تمام دنیا هست. مردم اینجوری شدن آرمان جان، متاسفانه متاسفانه همینطوری داره میره به این سمت. آرش فرزین اینجاست، پسر فرزین بزرگ که من خب بابا کار کردی، خدا رحمتش کنه. مداد جان خاطره با فرزین داری که برامون بگی؟ مطمئنم با فرزین. آره چند تا، یه دفعه داشتیم میرفتیم ما واشنگتن، من و فرزین خدا رحمتش کنه، کنسرت داشتیم، مستی خانم هایده، نه هایده نبود، مستی بود، آقای سخایی بود و فرزین بود و اینا. منم با فرزین کار میکردم، من اول که اومدم اینجا با شروع کردم با فرزین کار کردم با گروه بلکت. نشسته بود تو هواپیما، سه نفری نشسته بودیم، اون صندلی وسط بود، من صندلی آیل بودم. من با فرزین خیلی شوخی داشتم چون خدا رحمتش کنه خیلی خیلی ما با هم دوست بودیم، خیلی، یعنی واقعا آدم گرم و خوبی و اینا بود. اون هفته عکسش انداختن تو مجله جوانان، این گذاشته بود روی پاش، خوابش برده بود. بعد این هاستس هواپیما که اومد اونجا بپرسه شما قهوه میخورین، شام چی میخورین و فلان اینا که ما انتخاب بکنیم، این مجله رو من دستم گرفته بودم، داشتم همینجوری که اینجوری دستم بود با منم صحبت میکرد. و بعد فرزین از خواب بیدار شد، گفت تو این چی میگفتی؟ این چرا اینجوری نگاه میکرد؟ گفتم که تو قاتل فراری هستی، عکستم رو مجله انداختن، الان میام میبرنه. شروع که گفت تو دیوانه، یه چیزا رو میگی تو هواپیما میگیرم ما رو فلان اینا، ولی شوخی بود نه. بعد گفتن نه بابا فلان، ولی خیلی خیلی با هم میرفتیم این ورنور میرفتیم. و یه دفعه یه حرف خیلی جالبی به من زد، اینو من تا حالا جایی نگفتم، ما داشتیم میزدیم تو کلاب 44، من بودم رو استیج، شهداد برادرم بود، شهبال بود، شهرام هم اومده بود میخوند، فرزین هم اومده بود بالا، یه اومد به منم چی کرد، گفت خب بگو مادر بزرگیت هم بیاد بالا دیگه، شما که همه تون اینجا بودیم، خنده مرده بودیم از دستش. خلاصه آره خدا رحمتش کنه، واقعا واقعا صدای عالی بود. پسرش هم آقای آرش خان که هم درود به شما، شنیدم که صداش خیلی خوبه،
بله دوست بسیار خوب من داماد آقای علی پروین هستن، ایشون به 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 دیگه بله. گل بود و به سبزه نیز آراسته بله شد. بله بله خوب دوست بسیار خوب منن و این زینو رو راستی بهت بگم. آره میخواستم همین رو بپرسم. خاطره زینو این بود، من اومدم داشتیم آهنگ زینو رو ضبط میکردیم، البته یک روزه شد این برنامه، صبح من تصمیم گرفتم آهنگ رو ضبط کنم، شهرام با شهرام صحبت کردم گفتم بدیم کی بخونه، گفت بگو فرزین بخونه، فرزین بهترینه، زنگ زد به فرزین گفتیم شب بیا استودیو. من رفتم آهنگ رو ضبط کردم، از استودیو رفتم بیرون، برگشتم دیدم یک خاکی تو این استودیو بلند شده، چه خاکی. گفتم چی شده اینجا؟ نگو فرزین دویده بود. گفتم چرا دویدی؟ گفت دویدم صدام گرم بشه. و در یه تیک این آهنگو خوند. هنوزم من نوار مادرشو دارم تو زیر زمین، اگه خراب نشده باشه میخوام بردارم زیراشو درست کنم، اگه صداش هنوز باشه بذارم دوباره ریپرودوسش کنیم، حالا ببینیم چی میشه. به 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 حتما. آرشان هم خودشون یه در حال صدایی دارن که میخونن و حتما من دعوت میکنم که همینطوری بتونید با هم دیگه همکاری کنید و این اتفاقات بسیار خوب بیفته. در صورت این از این داستان که خیلی عالی بود. بعد جان یه سری سوال داشتم راجع به اجراهای لایف. من میدونم شما خیلی تجربه لایف داشتید، مخصوصا با شهرام جان، که خب به هر حال اصلا اجرای لایف به نظر من با شهرام شهرفره با بلک کتس اصلا خودش دانشگاهی بوده، اصلا خودش تجربه‌ای بوده. دوست دارم برامون از اجرای لایف بگید، چون الان متاسفانه در مارکت ما، در مارکت امروزی، من هی میگم امروزی دیروزی، بحث مدتش نیست، بحث خراب شدن این مارکته، میدونی؟ خب من اینجا افتخار این رو داشتم با خانم نوشافرین رو استیج رفتم، با جمشید عزیز، با ساسی عزیز، با یه سری از همین خواننده هایی که تو همین یه سالی که اومدم تونستم باشم رو صحنه ببین، چیزای مختلف میبینم مهدا جان. مثلا حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی خب با خانم نوشافرین که اجرا داشتیم توی همین شهر مونتریال، یه ارکستر بسیار لایو، خیلی تمیز، اجراها خیلی عالی و چه صدایی، واقعا چه صدایی، ماشاءالله بهشون، بسیار کوک و بسیار خوب اجرا میکردن. یه سری اجراهای دیگه که رفتم میبینم موزیک داره کامپیوتری میشه و اون کسی که باید سر جاش باشه متاسفانه نیست. چرا فکر میکنی علتش چیه، یا اینکه اصلا چی قراره بشه؟ یعنی میگی چرا موزیکا سیکونسر آره میارن، چرا دارن این کارو میکنن، چرا نباید از نوازنده های خوب استفاده کنن؟ آیا باز همون داستان بیزنسه در کاره یا نه؟ همه چی بیزنس که همیشه هست. ببین اون زمان که در حدود 30 سال پیش بود، اینها شروع کردن یه سری از خواننده ها از سامپلر استفاده کردن، دنبک و با ضرب تمپو اینا رو سامپل کرده بودن، این پرکاشنیست ها رو محو کردن از استیج. یعنی اون موقع هم بوده پس این؟ بله اون موقع، حالا 30 سال نه، آره 30 سال دیگه اینا شروع کردن، 3 تا 4 تا خواننده اینا شروع کردن از این رولند های S50 که سامپلر بود، اومدن ضرب و تمپو رو سمپل کردن، به جایی که ضرب و تمپو ببرن سمپل رو میذاشتن، دیگه نمیبردن پرکاشن. حالا اونم چند تا علت داشت. اول اینکه نوازنده پرکاشن ما به اون تعداد نداشتیم که مثلا 20 تا باشن 20 عروسی برن. دوم اینکه ساندمنی که بود این کاره نبود، ساندی که تو ما تو عروسی میشنیدید افتضاح بود، یعنی سردرد میگرفتی. خب اینا سامپلر رو میآوردن وصل میکردن به یه امپلیفایر، دو تا اسپیکر بهش میزدن کار میکردن. یه مقدار واسه مالی بود، یه مقدار واسه این نبودن اون تکنیک و به اصطلاح اون چیزی که باید اینا بلد باشن، کار بلدی. ولی رو استیج رفتن، خب ارکستر الان ببین اکثر ارکسترا که شما میبینید نوازنده‌هاش خارجی هستن، از جاهای دیگه نوت می نویسن، اینا میان میزنن، 2-3 نفر هستن که ارکستر رو میچرخونن که معمولا کیبوردیست است و مثلا حالا بیسیست و یا 1-2 نفر بیشتر نیستن. اینه که اگر یه کسی ارکستر ثابت نداشته باشه، چون ببین قدیما برنامه زیاد بود،
تو میتونستی افورد کنی که ارکستر خودتو داشته باشی، چون برنامه میدادی. من میگفتم مثلا آرمان تو کیبوردیست من مثلا 4 تا برنامه در هفته دارم، تو دیگه خیالت راحت بود، زندگیت میچرخید. الان 6 ماه یه دفعه یه برنامه، 3 ماه یه دفعه یه برنامه، خب کسی به کسی نمیچسبه که. بعد فردا که به تو زنگ بزنم بگم آقا تو بیا مثلا شنبه با من بزن، میگی من برنامه دارم، تو که وای نمیسی واسه من که. میدونی این چیزا همه چی با هم دیگه قاطی شده، از نظر فاینانشالی، از نظر تکنیک زدن، از نظر اخلاق. خیلی کسا اخلاقشون با هم نمیخوره، میدونی خیلی کسا هستن که اخلاقشون به هم نمیخوره، نمیتونن با هم دیگه کار کنن. یا مثلا بعضی نوازنده ها بودن یا مثلا 8 شب باید میومدن سانچک، 11 میومدن. آره این چیزا هست. آره بود دیگه، کوکر زده بود، اصلا حالیش نبود که چی به چیه. آره. هی نشستی میبینی یارو نیومد. خب اینجوری که نمیشه که. دقیقاً. حالا با این موضوع موافقی شما که چی؟ که سیکونس باشه یواش یواش دیگه، اصلا با دو تا خواننده برن بالا. یا من حتی دیدم حتی شهرام جانم توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که طرف اصلا این کاره نیست، آوردنش گذاشتن $100 بهش میدن، میگن تو بیا یه ادایی برام در بیارو. بله. به خاطر حالا هم از لحاظ مالی هم از لحاظ اینکه کارش رو پیش میبره. ببین من خودم با نوازنده خارجی هم حتی مخالفم که خیلی از بزرگای این مارکت هنوز دارن استفاده میکنن، به خاطر اینکه میدونی چیه، من تعریفم از نوت اصلا اینه، میگم که یه کسی که میخواد سخنرانی کنه، خب کنسرت هم مثل یک سخنرانیه برای من، یه چیزیه که شما آدینس داری و میخوای برای اونا یه کاری انجام بدی. یکیست که میخواد سخنرانی کنه، نوت دقیقا این داستانو داره که به شما یه نوشته میدن، شما باید از روی همون اجرا کنی یا بخونی. اون نوازنده دقیقا داره همین کار میکنه. هیچ احساسی درش نیست. حالا ممکنه 3-4 بارم زده باشه، خیلی ها خیلی کارشون درسته، 2 بار تمرین میکنن میان رو استیج فقط بزنن و برن. اینه که داره به موسیقی ما ضربه میزنه. و کسی سخنران خوبیه که اون نوت رو یه مروری کرده باشه، یعنی بیس داستان رو بدونه، بیاد با احساس خودش سخنرانی کنه، بیاد با عواطف خودش حرف بزنه و مردم رو تحت تاثیر قرار بده. متاسفانه این ارکسترایی که الان نوازنده های خارجی دارن که طرف اصلا هیچ سررشته ای از موسیقی ایرانی نداره، اصلا نمیشناسه. خب چرا؟ یه کسی مثل دیوید حداد هست که 6-8 از خیلی از درامرای امروزی ما قشنگتر میزنه، ولی اکثر نوازنده هایی که الان دارن استفاده میکنن، اینا آدم هایی هستن که فقط نوتو گذاشتن جلوشون رو اجرا میکنن. بله. این به نظر من خیلی بده. شما نظرت چیه؟ موافقی اصلا با استفاده؟ ببین تو یه سیچویشن هایی هست، مثلا ما دوتا کنسرت داشتیم تو آلبرت هال، مجبور بودیم که مثلا نوازنده بیاریم. بعدم میدونی آمریکایی ها یا خارجی ها وقتی که میان برای تمرینشون هم پول میگیرن. بله. هر مجانی نمیان تمرین بکنن. خب مجبور بودیم ارکستر 60 نفره بود از نوازنده های انگلیسی استفاده کنیم. ولی بعضی از این خواننده ها هستن که اینا یکی دو تا نوازنده دارن. اولا خب کیبورداشون که ملودی ها رو میزنه همه ایرونیه. یکی دو تا هستن که مثلا داریوش اون زمان یه فلوتی داشت. این فلوتی همیشه با داریوش بود. با وجودی که خارجی بود دیگه عادت کرده بود. اون اوکیه. ولی همین که شما میگی که مثلا هر جا هر شهری میرسی یه نفری بیاری یه چیزی بزنه، خب اون حالته در نمیاد. البته بستگی به سازش هم داره که چه سازی میخواد بزنه. مثلا اگه بکران وایلین میخواد بزنه ایس اوکی، ولی سولو وایلینه که نمیتونه یارو بیاد بزنه، اصلا اون حس در نمیاد. در مورد سیکونس هم ببین، سیکونس و خارجی ها هم من یادم از 30 سال پیش 25 سال پیش مثلا کنسرت مدانا که میرفتی، کنسرت مایکل جکسون که میرفتی، اینا سیکونس استفاده میکردن، ولی برای چیزهایی که نوازنده نمیتونه بزنه و به خاطر ساندش، یعنی اون سیکونس مثلا 1/100 اون موزیکی بود که اینا رو استیج میزدن. دامیننت نبود که فقط اون همه چی رو چیز بکنه، تیک اوور بکنه، میدونی چی میگم؟ یه قسمتی مثلا یه ساندای به خصوصی بود که خب میارزید که شما از سیکونس استفاده کنی، یا مثلا یه صداهایی بود این کارو بکنن. بله، یا استرینگ سیکشن نیاری روی استیج 6 نفر 7 نفر رو بگی که آره این کارا رو نمیکنن، موزیکو پلی میکنن، اصلا پلی بک، یعنی خودشون هم نمیتونن بخونن.
خودشون هم نمیتونن بخونن و بعضی از این خواننده های ما دیگه باید گیواب کنن، بگن thank you very much، دیگه ما الان دیگه باید بریم بازنشسته بشیم، الان باید بریم کارهای دیگه بکنیم، چون که تا آخر هم بازنشستگی رو چی گذاشتن؟ همه باید بشن دیگه، بالاخره یه روزی یه کسی باید بره کنار. اینه که این مسئله بعضی ها نیست کار دیگه بلد نیستن، چسبیدن به این کار، چسبیدن به پوله بیشتر. آره که چیز گرای دیگه ندارن که پول در بیان، آخه چیکار کنن؟ یه کسی که مثلا 50 ساله داره میخونه، اگه که نخونه چیکار میتونه بکنه؟ دقیقاً کار دیگه که بلد نیست، نمیتونه بره سیم کشی کنه که. دقیقاً میدونم چی. حالا یه سوال دارم از شما. اگر مهداد زند کریمی بتونه تو صنعت موسیقی یه چیزی رو تغییر بده، یک چیز چی رو تغییر بدم؟ تو تغییر... صنعت موسیقی چی رو تغییر میدی؟ چی بیشتر اذیتت میکنه؟ کپی رایت. یک کاری باید کرد که سیستم یه جوری بشه که مردم هم زیاد از جیبشون پول ندن، ولی ببین بقای کسایی که بخوان بیان کار بکنن توی اینی که بتونن از نظر مالی خودشونو لانسه بکنن توی این کار. ما اون موقع موزیسین داشتیم، صبح میرفت یه جا کار میکرد، شب میومد رو استیج میزد خسته و کوفته. چرا؟ یه کسی که ببین این کار پروفشناله، این کار حرفه‌ایه. شما وقتی موزیسینی شما کارت اینه که ساز بزنی، ساز تمرین کنی، آهنگای مردم رو تنظیم. شما صبح نباید بری پیتزا دلیوری کنی، شب بیای ساز بزنی. ببین این مسئله است که داره میکشه، این مسئله است. بنده اگه که کار دیگه نداشتم، فقط چیز من موسیقی بود، میرفتم یه دونه خونه میخریدم لب دریا یا یه جا کرایه میکردم لب دریا، این دستگاه هم میبردم اونجا، شروع میکردم فقط ساز زدم، تنظیم کردم، این کار کردم. ولی خب من الان نمیتونم که، من نمیتونم. اگر از آهنگم پول در میآوردم، لازم نبود که من این کارا رو بکنم، که یه آهنگ درست میکردم، آهنگ صدا میکرد، 50,000 دلار، 100,000 دلار، 200,000 دلار ازش در میبردم، تموم میشد. ببین تو حساب کن، اگر که تو ایران برای یه آهنگ 10 سنت پول بدن، اگه 20 میلیون نفر از ایرانیا یه آهنگ رو 10 سنت پول بدن، میشه 2 میلیون دلار، میشه 2 میلیون دلار. خب اصلا زندگی اون شخص رو تغییر میده. تمام کسایی که اونجا کار کردن 10 سنت، حالا 10 سنت ایران الان شده چقدر؟ 2400 تومن. آره. میدونی؟ بازم پولی نیست. بله بازم پولی نیست. شما ساندویچ میخوری چقدره؟ خب تو اینم جز به تفریحت دیگه. اگر ما بتونیم این کار رو عوض بکنیم، اگر یه نفری بیاد بشه این کار رو انجام بده، و دولت ایران باید کپی رایت جزء کپی رایت جهانی بشه و این سایت رو استاپ کنه، بعد اون موقع کوالیته موسیقی میره بالا. الان ما همه چی خوب داریم، نوازنده خوب داریم، تنظیم کننده خوب داریم، ولی دلشون به کار نمیره، میگه چرا بکنم، چرا بکنم، بذار 20 میلیونم رو بگیرم ماشینم رو بخرم. میدونی؟ دیدها عوض شده نسبت به این هنر و به این حرفه. میدونی چرا باید اینطوری باشه؟ واقعا نوازنده های خارجی، شما میبینید خیلی از نوازنده های خارجی یه دوره ای میان موفق کار میکنن، بارشون رو میبندن، پولشون رو خوب در میارن و بقیه دوران زندگیشون رو از اون پول لذت میبرن و بازم پول میگیرن بله براشون هر ماه پول میاد. ببین یه چیزی برات بگم، خدا رحمتش کنه آقای محمد حیدری، یه روز داشتیم ما با هم صحبت میکردیم، گفت میدونی چی شده؟ گفتم چی؟ گفت برای من 700 دلار چک اومده از کمپانی سونی. گفتم چطور شده؟ گفت من رفتم، منو دعوت کردن، دو میزان، یعنی دنگلا 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 تو یه دونه آهنگ آمریکایی دو میزان این سنتور زده بوده، 700 دلار همونجا بهش داده بودن. بعد که رفته بود دو سال بعد یه چک دیگه 700 دلاری هم براش نه. به من میگفت من آهنگ میسازم 700 دلار نمیگیرم، من آهنگ میسازم، آهنگم میگیره، 700 دلار به من نمیدن.
من دو تا میزان رفتم زدم دیلینگ دیلینگ، اینا واسه من 1400 دلار پول دادم، بازم میاد. یه چیز دیگه بهت بگم، آقای شیبانی خدا رحمتش کنه، اونم باز ما یه روز استودیو بودیم، گفت ببین 9600 دلار برای من چک اومده از کمپانی MGM. گفتم این چیه؟ گفت یه فیلمی، من یه موزیکی برای یه فیلمی ساخته بودم، ادم اند دی اپل مال آنتونی کوین، 50 سال پیش این فیلم رو رنگی کردم، این 9600 دلار سهم من بوده، واسه من چک فرستادم 50 سال پیش. حالا ما یه آهنگ دلیدل ساختیم، هیچی گیرمون نیومده، یه دونه فتانه درست کردیم نامه روونه، هیچی گیرمون نیومده. بعد جالب چیه؟ جالب اینه هنوز این آهنگا جز تاپ 10 موسیقی ایرانیه، یعنی هنوز دارن استفاده میکنن، نبوده که بذارنش کنار. خب دیگه همینو دارم میگم، یعنی حساب کن اگر که قرار بود این داستان خیلی توی کشور ما هم جا افتاده باشه، الان چقدر میتونست اتفاقات خوبی برای این مارکت بیفته، برای شما، برای منی که به شما وابستم، نوازنده شما یا قراره با شما کار کنم. خب بله، همه زنجیریم به هم، همه به هم متصلیم، و این به نظر من این باعث شده که نگاه مردم نسبت به موسیقی، نسبت به کسایی که خلق میکنن موسیقی و ما نوازنده ها، من با همسر خودم هم صحبت میکردم، همیشه به من میگه که من خیلی به هنر تو احترام میذارم ولی فکر نمیکنم آینده داشته باشه این نه. هنر نه میدونی؟ خب این خیلی بده، من که دوست دارم تمام زندگیمو بذارم توی این راه، چرا باید یه همچین چیزی بشنوم؟ چرا باید این صحبت ها از انرژی آدم کم میکنه دیگه، میدونی چی میگم؟ بله. ولی مطمئنا حق با شماست. حالا اینکه چطور این اتفاق بیفته، باید به نظر من فرهنگ سازی بشه، و اینکه اصلا چطور قراره فرهنگ سازی بشه و این داستان ها، نمیدونم کی میخواد شروع کنه. ببین بچه ها خودمون از همینجا که این بچه هایی که الان تو لایف هستن، تو سایت تو هستن، تو سایت من هستن، اینا فقط ببین لازم هم نیست که برن پول بدن، اینها برن و عضو اون کانال یوتیوب بشن، مثلا کانال یوتیوب من، کانال یوتیوب موین، کانال یوتیوب نمیدونم مرداد، هر کسی که کانال یوتیوب داره، و این موزیکا رو برن از اونجا گوش بدن. این ببین حداقل کاریه که اینا میتونن بکنن، و این باعث میشه که یه آب باریکه ای این تو در بیاد. الان ببین، الان این یه دونه شرکتی هست که هر خواننده جدیدی که میاد یه پولی میده، ویدیوشو میخره میذاره تو سایتش، این داره ماهی بین 30,000 تا 60,000 دلار از یوتیوب پول میگیره بابت همین آهنگای آشغال مزخرفی که خیلیاش بی خود تو تلویزیون داره میذاره پخش میشه، مردم میرن تو یوتیوب نگاه میکنن، این پول میگیره. توجه میکنی؟ خب این بابا هیچ زحمتی برای نکشیده، تازه پولش هم خودش نمیده، یه شرکت قماربازی است، میره از اون آگهی میگیره، اون پولشو میده. خب خواننده ها نمیکنن که نرن با این، الان چند تاشون دارن سوش میکنن، ولی از روز اول که گفتیم آقا این کار نیست، این کارو نکنید، شما بیاید خودتون کپی رایت برنامه‌تون رو بگیرید، کسی نکرد. الان مهم ببین خودش نوار خودش رو داد، به هیچ کم نداد پخش کنه، خودش گذاشت تو تلگرام گفت برید حال کنید باش. خب شما هم باید، مردم هم باید ساپورت کنن دیگه، مردم هم باید بگن آقا به جای که من برم تو مثلا سایت فلان کسک اینو دانلود بکنم، بذار برم تو سایت خواننده بکنم. این کار بزرگی، این چیز خواسته بزرگی که نیست که، من نگفتم که شما بیاید پول بدید، که شما فقط این دگمه رو به جایی که اونو بزنی، این یکی دگمه رو بزن، برو اونجا بزن، برو اونجا بزن. حالا یه ذره ممکنه برای آره ببین ممکنه که برات سخت باشه که فیلتر بشکنی، نمیدونم چی بکنی، ولی این یه احترام خیلی کمی که تو میتونی بذاری به کسایی هنرمند مورد علاقه. آره اگرم نمیخوای بکنی که خب با همینا بشین چیز بکن، سعی چی میگن تا بکن، همین آهنگای خارجی رو که دوستان میگیرن کپی میکنن، الان داره دستا رو میشه که چقدر از این آهنگا رو اینا استفاده کردن، شعر گذاشتن، اشکالی نداره ها،
ولی دروغ نگن که ما ساختیم. آقا بگو مال فلانی من آهنگ و تنظیم فلانی. تازه بهش ببین تبریکم میگم، میگم باری کلا تو بهتر از قبلی خوندی، چون شعرش بالاخره بیشتر به دل ما میچسبه نه. ولی الان که همه فهمیدن دوزیه میگن بابا این چه دوزی بود. آره اتفاقا با اون پیج کپی پیست که صحبت کرده بودید من دیدم بله. چقدر عالی که یک همچین شخصی اومده داره همچی کاری میکنه، چون خیلی ها نمیدونن، خیلی ها نمیدونن، مثلا فکر میکنن او چه کاری زده طرف. بعد الان جالبه، من یه سری دوستای نوازنده دارم تو ایران که با خواننده‌های خیلی معروف ایرانی دارن کار میکنن، میگن که ما میریم برای اجرا وقتی داریم لاین بیسش رو میزنیم، یا که الان بچه ها اصلا هستن تو همین لاین، میگه اصلا ببین، میگه کاور کار رو برداشتن گذاشتن رو کار جدید، یعنی بره. لاین بیس همونه، لاین بره. درامز همون، درامز هم که ندارن خدا رو شکر، الان چند تا کیت میذارن و این داستانا، یه ملودی که عوض میکنن و یه اول اینتروی عوض میکنن، اوورتوره رو عوض میکنن و اندینگ رو عوض میکنن، میشه کار جدید. بعد مینویسن آهنگساز، ترانه سرا، تنظیم کننده فلانی، کلی هم سر صدا میکنه، جالبه، کلی فالوور میگیرن از این داستان، کلی درآمد دارن، کلی کنسرت میرن. به هر حال امیدوارم که ما همه بتونیم یک طوری به یک نحوی در این داستان موثر باشیم که بتونیم کمک کنیم به مارکت. برای کسایی که مثل ما علاقه‌مندن، من خودم واقعا از همه چیزم میزنم برای این هنر و دوست دارم، چاره ای هم نیست، یعنی علاقه‌مندم به این کار و نمیتونم کار دیگه انجام بدم. ولی حالا از این داستان یه کمی بیایم بیرون، یه کمی محیط رو دوباره برگردیم به خود مهدا دادن. خیلی از بچه‌ها مهدا جان پرسیدن، البته خستت که نکردم، نه نه، پرسیدن که مهدا دادن موسیقی مورد علاقه‌اش چیه، اصلا خودش تو خلوتش به چه اندازه؟ ببین من همه جور موسیقی گوش میدم، من همه جور موسیقی گوش میدم، واسه من چیزی که مهمه اون تنظیم و اون به اصطلاح ملودی و اون صدای خواننده است که اجراش مهمه. مثلا من آندره بوچلی گوش میدم، فرانک سیناترا گوش میدم، چیزای عجق و عجق زیاد گوش نمیدم، مثلا این رپ ها که توش فوشه گوش نمیدم، مثلا آهنگای پاپ روزم که یکی دو تاش اگه خوب باشه گوش میدم، خولیو ایگلسیاس گوش میدم، عرض به حضورت کارهای ایرانی هم گوش میدم، اگه که خوب باشه کارهای قدیمی بیشتر گوش میدم، موزیک کلاسیک رو گوش میدم، چیزهای دیگه دیگه، همین دیگه، تقریبا همه چی شد دیگه. آره خب این از غیر از اینم نمیشد انتظار رفت، بخاطر اینکه مهداد زن خودش هنرمنده و یک هنرمند، یک تنظیم کننده، یک آهنگساز معمولا همه نوع موسیقی گوش میده که میتونه از همونها ایده بگیره. حالا سوال دیگه اینه که مهداد زن به عنوان یک الگو، یک آدم با تجربه برای شخص من آرمان، چه انتظاری از بچه های نوازنده مثل آرمان داره؟ یعنی چه پیشنهادی به ما داره توی این مارکت؟ کسایی که عاشقانه این کار رو دوست دارن و خیلی علاقه مندن به این هنر. من فکر میکنم با توجه به سیستم فاینانشال و مالی که الان وجود داره، به خاطر اینکه شماها مجبور نشید به هر کاری دست بزنید و در هر جایی برید ساز بزنید و با هر کسی که دلتون نخواد ساز بزنید، این کار رو باید شما به عنوان کار دوم انجام بدید. من این کار رو پدر بزرگم به من نصیحت کرد، گفتش که موسیقی رو به عنوان درآمد ازش استفاده نکن. که من به شعبال و شعرام نتونستم اینو بگم چون دیگه دیر شده، ولی به تو دارم میگم، شما باید یه پوزیشنی باشی، چون هنرمندی یه پوزیشنی همیشه باشی که هنرتو مجبور نشی کج و کولش بکنی به خاطر پول. اگر اون کارو بکنی تمام اون احترامی که مردم برات دارن از بین میره. شما اگه میخوای نوازنده بشی یه کار درست حسابی بگیر و اون کارت بذار منبع درآمدت باشه، کار نوازندگیت هم بکن که هر موقع دلت نخواست یه جا بزنی بیا بری بیرون، یعنی زندگی دست خودت باشه. من خودم این کارو کردم، من خودم هیچ وقت محتاج نبودم، اگه میرفتم یه جایی میدیدم یه برنامه رو دلم نمیخواد بزنم نمیرفتم، گفتم آقا نمیام، و
و فلان خواننده به من تلفن میکرد، من کار نمیکردم، میگفت کار میکنی؟ میگفتم نه وقت ندارم. خب اگه من این کار نداشتم، اگه من مجبور بودم دائما آهنگ تنظیم کنم، این کارام هیچ وقت نمیتونستم وقت توش بذارم، بعد 10 تا آهنگ ماهی تنظیم میکردم. اصلا امکان نداره یه نفر بتونه 10 تا کار توی ماه بده همش خوب باشه، امکان نداره. میدونی چی میگم؟ این من فکر میکنم این کار اگه بچه ها بکنن و بعدم رقابت سالم بکنن، همدیگر نزنن زمین. این مارکای، ببین این مارکای کیبوردام مال پدر مادر ماها نیست. دقیقاً. یاماها، کورگ، اینا مال پدر مادر ما نیست که. همه کیبوردا رو شما با هم دیگه نپرید سر اینکه آقا تو یاماها داری من کورگ دارم. اینا رو از همه‌شون باید استفاده کنی. رولند یه سری چیزاش خوبه. یاماها یه چیزی خوبه، کورگ یه چیزیش خوبه. دعوا کردن سر این چیزا بین رفقا به نظر من یه ذره حرف قشنگی زدی. بی خوده. آره، همیشه همه جا میگم به من گفتید که مهم نیست که تو چه دستگاهی داشته باشی و از چه امکاناتی بهره مند باشی، مهم اینه که کی پشت اون دستگاه نشسته باشی. بله اگزکتلی. این حرف خیلی حرف قشنگی. بله. خیلی، یعنی یه دنیا پشتش بود. خیلی از بچه‌ها هستن آی فلانه، آی من ریتم فلان دارم، آی من کیبورد فلان دارم. نه واقعا این حرف که شما میزنی درسته، دقیقا همینطوریه که میگید. مهم اینه که کی پشت اون دستگاه نشسته باشه. یه سری از بچه‌ها همین الان هم دارن همینجا میپرسن که خب میگه که ما علاقمندیم برای یادگیری به اصول تنظیم موسیقی یا هارمونی، میگه که چجوری باید شروع بکنیم، یا اینکه اصلا لازمه که این چیزها رو بدونیم به صورت آکادمیک برای تنظیم کردن یا نه؟ چی رو بدونیم؟ هارمونی رو؟ وارد دنیای تنظیم بشیم، آیا نیازی که این اطلاعات بیسیک رو داشته باشیم و اصلا چطور میتونیم وارد دنیای تنظیم بشیم؟ ببین هارمونی اینا رو که باید بلد باشی. شما اگه واقعا بخوای تنظیم بکنی باید هارمونی، چون فضای آهنگ با هارمونی درست میشه دیگه. مگه که بخوای سنتی کار کنی که سارمونی نزنی توش، این چیزها رو باید بلد باشی، باید یواش یواش یاد بگیری. بیشترش من فکر میکنم که این منطق و مغز خودته، منطق و مغز خودته، و باید خیلی 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 موسیقی گوش بدی، باید موسیقی گوش بدی. و تنظیم کردم، من میگم من خودم که شروع کردم که من این چیزها رو بلد نبودم، من یه ذره نوت بلد بودم، کیبورد بلد، آکوردا رو همه رو میشناختم، خب بالاخره کار کرده بودم با این همه خواننده و خب میدونستم که مثلا آکوردا پروگرشنش چجوریه تو آهنگای دیگه که مثلا آقای ناصر چشمازر خدا بیامرز تنظیم کرده بود یا منوچهر چشمازر، بالاخره ما اینا رو میزدیم یاد میگرفتیم که این آکوردا پروگرشن چجوریه. خب اینا رو بعد همه رو بلد باشی. بعد حالا که داریم با کامپیوتر کار میکنی، خب سازشناسی زیاد اهمیتی نداره اگه بخواید فقط از VST استفاده کنی. گرچه اون VST هایی که خودش سامپلر هست، مثلا اون نوتایی که توی سازا نیست نمیزنه، مثلا شما اگه ویالون بزنی اون F ها نمیزنه، از سول شروع میکنه زدن، یا میبینی تو اکتاوش نیست اصلا. میدونی چی میگم؟ خب این چیزها رو الان ساده شده، لازم نیست بدونید، ولی خب اگه بخواید واقعا همه چی رو درست حسابی کار کنی باید بدونی، همه چی رو بدونی. نمیتونی. بله، باید برسی به چیزی که اگر میخوای موفق بشی، به نظر من شما باید یک چیز متفاوتی باشی. شما اگه بیای کار یکی دیگر کپی کنی، فوقش میگن این چه تنظیم کننده خوبیه، ولی شما صاحب سبک نمیشی. و این کارم آسون نیست، من همینجوری دارم میگم آسون نیست. شما بخوای یه کاری بکنی که سبک جدید آوردم، این همه تنظیم کننده بعد ما اومدن یه دونشون سبک آورد، یه دونشون شهرام آذر بود یه سبک خودش آورد، فرق میکرد با اون چیزهای دیگه. بقیه دیگه همه اومدن همون چیزها رو هی زدن، بعدم به عنوان صاحب سبک شناخته نمیشن. بله تنظیم کننده های خوبی هستن همشون، ولی منوچهر چشم آذر نیستن که یه سبکی رو آورد، نوجوکی نیستن که یه سبکی رو آورد.
میدونی اینا سبک آوردن. آقای نوجوکی وقتی که موزیک میزنه شما میدونی مال اونه، یه امضا داره تو کارش. بله، اون چیز سیستم خودشه. آقای چشمازر شما متوجه میشی، آقای عالمی میدونی چه جوری ویالون مینویسه، چه چیزایی رو استفاده میکنه، میدونی. ولی شما اگه بخوای بیای یه ذره از این کپی کنی، یه ذره از اون کپی کنی، گیج باشی، خب به عنوان یک شخصی تو این کار شناخته میشی، با به قول معروف کوینسی جونز نمیشی. میدونی؟ کوینسی جونز نمیشی، یک چیز معمولی میشی، پولی هم در میاری. که اونا بهت بگم، اونا بیشتر از این کسایی که صاحب سبکن پول در میارن. آره دیگه، برای اینکه چیز ندارن، با همه کار میکنن، با همه کار میکنن. میگه آقا مثل اون میخوای، همونو واسط میزنم. یه سری داستان هم خیلی هست الان بین بچهای حالا یا داخل ایران، من بیشتر داخل ایران دیدم تا این بر، یه کمی ادعا دارم، یه کمی با هم کلکل میکنن سر این. که چی؟ من اونجوری میزنم، من اونجوری میزنم. اصلا بدونی اینا داره آسیب میزنه به نظر من به بدنه موسیقی، که قبلا اینجوری نبود. قبلا حرفشون رو با کارشون میزدن. یه کسی یه کاری ارائه میداد، میگفت که این کار منه، حالا اگه کسی بوده تا الان تونسته بهتر بسازه، اوکی، بهتر ساخته داده بیرون، خب گل کرد. ولی الان بچه‌ها، من دیدم اینو، اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به موسیقی نداره، هیچ حتی تمرین آنچنانی هم، یعنی زحمتی نکشیده برای کاری که میخواد ارائه. ولی خب حالا با چند تا فالوور و با چند تا چیز احساس کرده که خوبه. برای اینا هم لطف کن مهدا جان یه پیامی بهشون بده که یه کمی ملایم‌تر با این داستان برخورد کنن، یه کمی حرفه‌ای‌تر برخورد کنن، برخورد حرفه‌ای رو یاد بگیرن. ببین عزیزم، من که چیزی نمیتونم بگم، من میدونم که کلام شما خیلی تاثیرگذاره. ببین من که چیزی نمیتونم بگم، خودم چیزی بارم نیست که بیام به مردم بگم آقا فلان اینا. ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که شما هر کسی که فکر بکنه همه چی رو بلده باید بره پیش روانشناس. من اینو میتونم به شما خیلی راحت بگم، برای اینکه اگه یک کسی بیاد یه همچی ادعایی بکنه، این با آدم دیوانه است. هیچ کسی در دنیا نیست که همه چی رو فوت و فن و عالی بلد باشه. ممکنه شما بری کلاسیک بخونی، همه آکوردا رو بلد باشی، ولی اونجا یه چیزی هست که شما نمیدونی. اگه فکر کنی همه چی رو میدونی، بعد خیلی خوب میزنی، بزن. اوکی، دمت هم گرم، بزن، اصلا مسئله نیست، چه اشکالی نداره. شما بهتر میزنی، بیا بزن، بزن مردم ترچیز کنن. شما خودت بری از خودت بگی آقا من فلانم. اینجا ما داشتیم اون زمان، این بچه جوونا که اومده بودن، همشون میومد. یه دونه از این خواننده‌ها هست که یکی دوتا کاست داد بعدم رفت بیرون، این مثلا خدای بچه پررویه. این خدای بچه پررویه اومده بود. من که البته اینو ندیدم هیچ وقت، الحمدلله. اگه طرف های من اومده بود بهش میگفتم آقا بفرما تو پارکینگ بلن بشین چلو کباب بخور تا بعد با هم صحبت کن، ولی طرف من نیومد. ولی به تمام اون کسایی که بهش خوبی کردم و کار درست کردم بی احترامی کرد، بعدم انداختنش بیرون، هیچی هم نشد، در حالی که هیچی هم بلد نیست. میدونی اونم بده. حالا شما یه چیزی بلدی، میگه آقا من اینو یاد گرفتم، اوکی. چیزی نداریم، ما چیزی نداریم که بیایم بگیم آی فلانه. شما هر موقع مثل لنگ لنگ پیانو زدی، اون موقع بیا بگو من نوازندم. این حرف من. شما هر موقع مثل اون ایساک پرلمن اومدی ویالون زدی، بیا بگو من نوازندم. وگرنه این دلنگ دلونگا که ماها میکنیم، اینا خوبه، خیلی هم نوازنده های خوبی هستن. من دیدم بچه ها واقعا عالی میزنن، ولی ادعا بی خودی که چی؟ افلاطون یه روز رفته بود یه جا سخنرانی کرده بود، یه ذره چرت و پرت گفته بود، بعد همه دست دادن گفتن استاد فلان، اومد بیرون دیدن خیلی عصبانیه، گفتن آقا چرا عصبانی شدی؟ گفت ستوده جاهلان جاهله.
اینا که نفهمیدن من چی زدم، چرت و پرت گفتم، دست زدم بدو، اینا همشون نفهمن. خب تو هم اگه که بزنی واسه عمه و خاله و فلان اینا بگم به 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 بعد بدم بزنی، این زیاد جالب نیست، زیاد جالب نیست. ولی خب دوستانن دیگه، چیکارش میشه کرد؟ کارشو نمیشه کرد واقعا. نه واقعا کارشو نمیشه. ادعا کمتر بشه کارت بیشتر پیش میره. آره متاسفانه این چیزیه که یه ذره نیازمند زمانه، یه ذره نیازمند فرهنگ سازیه و امیدوارم که بهتر بشه این شرایطی که ما داریم ازش میبینیم. من خیلی دوست ندارم خسته کنم مهدا جان، میدونم که وقتت رو در اختیار ما، همین که وقتت رو در اختیار ما قرار دادی، بسیار ازت ممنونم. خواهش میکنم عزیزم. اگر فکر میکنی چیزی هست که من نگفتم، یا پیغامی یا پیامی برای آرمان و امثال آرمان داری که هم طرفدارتن هم ازت الگو برداری میکنن، با کمال میل میشنویم. چیزی به خصوصی ندارم بگم، همتون موفق باشین، کار کنید رو اخلاقاتون، کار کنید که خوبه. من میبینم خیلی از شما همه اخلاقا خوبه. از مواد مخدر دوری کنید که خانمم براندازه، و کار تمیز انجام بدید دیگه، مردم احترام بذارید، چیزایی که معمولی من همیشه تو تمام لایوام میگم. چیز به خصوصی ندارم که بگم، چیزی ندارم بگم. چی میخوای بگم؟ همین که همتون سالم باشید، همتون کار خوب ارائه بدین، سنبل نکنین اگر میخواین تو این کار بمونین. اگر میخواین بمونین، اگه نمیخواین بمونین که خب هیچی، بیرونتون میکنن، خودتونم نخواهید بریم میگن آقا دیگه نیا. ما همیشه این افتخار رو داریم که از شما، از آدمهای درست این مارکت الگو برداری کنیم، و خیلی باعث افتخار منه که بتونم یه گوشه ای از یه عضو کوچیکی از خانواده هنری مارکت ایرانی و شما باشم که الگوی ما هستید. مهدا جان شما که خودت خیلی عالی می نوازی، دمت گرم، بسیار کارت خوبه، خوبم ساندای خوب، همه چی سیستم داری. تو خودت از ما خیلی جلوتری، خودت از ما خیلی جلوتری، فکر نکن، دست کم نگیر. ولی خب ادعا نداشتن هم خیلی خوبه، خیلی خوبه. بیشتر آدم همیشه شاگردیم، ما شاگردیم. الان دیگه دانشگاه ها میدونی دارن دنبال شاگرد میگردن، چون همه استاد انقدر زیاد شده هیچ کدومشون شاگرد ندارن. الان همه دانشگاه ها دنبال شاگرد دارن میگردن. اینه که همین کارا رو شما انجام میدید، دمتونم گرم. خیلی خوشحالم که شما جوونا واقعا دارید کارهای خوب میکنید، سالم هستید همتون. این خیلی واسه من مهمه و خیلی هم ممنون که وقت دادی به ما یه صحبتی بکنیم و با دوستان عزیز. قربونتون برم مهدا جون، مرسی. ما همیشه از کارهایی که برای ما انجام دادی همیشه تشکر میکنیم و امیدوارم که این اتفاق، این حالا گروهی که زدید و این برنامه هایی که برای موسیقی ما دارید، امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشه و قابل بدونید من امثال آرمان بتونن کنارتون باشم توی همچین برنامه هایی و بتونیم از تجربیاتتون استفاده کنیم به عنوان یه عضو کوچیک. انشالله که همتون بیاید، همتون کمک کنید، با هم یه چیز با عظمتی درست بکنیم. اونای دیگه هم میان فالو میکنن، یکی باید یه کاری رو شروع کنه که اونای دیگه بیان دنبالش. شما همتون بیاید کمک کنید، we can make it، میتونیم درست کنیم. اونای دیگه هم مطمئن باش فردا 20 از اینا درست میشه. دقیقاً همینطوره. آره. آره. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید مهدا جون، خیلی لطف کردید و من همیشه به دوستی با شما افتخار. قربونت برم، مرسی آرمان جون، خدا حافظ همه شما. قربونتون برم، خدا نگهدارتون باشه. امیدوارم یه روزی بتونم بیام الی ببینمتون از نزدیک. Anytime اومدی قدم دو چشم. قربونت تو، پس فعلا خداحافظ. قربونت برم مهدا جون، مرسی. بای بای. بای بای. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب دوستای گل، اینم اون برنامه‌ای که گلش رو داده بودیم. با آقای زند چطور میتونید در تماس باشید؟ از طریق اینستاگرامشون مهدا زند یه پیج دارن و اون پیجیه که میتونید برید باهاشون در ارتباط باشید.
فالوشون کنید، از تجربیاتشون استفاده کنید و لذت ببرید. مرسی از همتون که وقت گذاشتید، مرسی که این برنامه رو دنبال کردید. دم همتون گرم. از انرژی شماست که من انرژی میگیرم برای این اتفاق ها. دمتون گرم. شب همتون بخیر. همتون رو خدای بزرگ میسپارم. مرسی.